عرض درود و احترام دارم خدمت تمام عزیزان، همکاران و فعالین حقوق بشر و تمام کسانی که ما را از طریق لایو یوتیوب کانون دفاع از حقوق بشر مشاهده می‌کنند. امروز در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از جلسات هماندیشی کمیته پژوهش در تاریخ 24 اسفند 1401 برابر با 15 مارس 2023. موضوعی که برای این جلسه در نظر گرفتیم در واقع ادامه موضوع جلسه قبل هست که با عنوان قدرت و آزادی برگزار شد و در این جلسه در واقع به بحث آزادی خواهیم پرداخت. مهمان عزیزی که امروز در برنامه ما هستن جناب آقای رایی هستن که برابر با ایشون ادامه خواهیم داد و از ایشون دعوت میکنم که صحبت خودشون رو آغاز بفرمایند. در خدمتون هستیم جناب آقای رایی، خیلی خوش آمد. بله، با درود به شما خانم بیژندی گرامی و شنوندگان گرامی و حضار محترمی که در این جلسه حضور دارین. بحث آزادی و بحث قدرت از جنبه های مختلف قابل بررسی هست، به این علت که تعریف ها بر روی آزادی و تعریف ها بر روی قدرت متنوع هستند. اما من سعی می کنم که بحث رو ببرم روی اون تعریف هایی که از نظر خود من جهان شمول هستند یا از طرف بسیاری از حقوقدانان جهان شمول محسوب میشن. اما قبل از اون یه نگاهی به خود انسان بندازیم که انسان چگونه موجود است. با دیدگاهی که من دارم اول یک توضیح فلسفی بدم. این گونه مفاهیم مفاهیم ثانویه هستند، از نظر منطقی مفاهیم ثانویه هستند، یعنی لازمه که هر انسانی بر روش تأمل کنه، فکر کنه و این تأملی که میکنه، گذاری که در درون خود میکنه، فکری که میکنه، میتوانه در اندیشیدن با دیگران شریک بشه هر انسانی. یعنی ما میتوانیم در این اندیشیدن با هم دیگه بحثای فکری داشته باشیم موقع از انسان صحبت کنیم. یعنی احتیاج به یک مطالعات آکادمیک نداره، یک آکادمیسیان میتونه این تأمل ها رو داشته باشه به ما منتقل کنه، اما خود ما هم میتوانیم تأمل شخصی خودمون رو داشته باشیم. این تأمل شخصی ما با ارزشه. انسان رو اون گونه که من معتقدم بهش، اعتقاد دارم، این است که انسان یک موجودی است طبیعی از جنس خود طبیعت. و از نظر من موقعی که میگم انسان از جنس طبیعت هست، تمام طبیعت رو بر اساس قاعده های هستی شمول کهنه نشدنی و پایدار میدانم. یعنی انسان موجودی است که با قاعده های پایدار کهنه نشدنی آفریده شده که با این قاعده ها ثابتن و با همدیگه یک سیستم کامل رو تشکیل میدن و این پایو اساس عقل انسانه، همون گونه که پایو اساس عقل موجودات دیگه است. پس موقعی که از انسان صحبت می کنیم، از انسان طبیعی صحبت می کنیم که از عقلی سیستمی برخورداره که این عقل آنتروپی نداره، کامله، کهنه نشدنی، قابل زوال نیست. آنتروپی نداره یعنی که روز به روز تضعیف نمیشه، استکاک در درونش نیست. این سیستم عقلی تا انسان زنده است و گرفتار مریضی ها نیست، این سیستم پایه فکر رو تشکیل میده. یعنی این انسان به دنیا میاد با معیارهای همراه خود، انسان به دنیا میاد با این عقل طبیعی خود، انسان به دنیا میاد با این عقلی که معیار و پیش زمینه، پیش فرض بررسی های بعدی است. من میتوانم با این عقل خودم عارف بشم، میتوانم ایدئولوژی پیدا کنم، میتونم ایدئولوژی پیدا نکنم و سعی کنم به این حالت طبیعی خود بمانم. و
پس در این تفکری که من دارم ارائه میدم یک استثناء وجود داره و دیگران غیر از این استثناء ایدئولوژی های فکری هستند. اون استثناء بر حالت طبیعی خود باقی ماندنه، بر عقل طبیعی خود باقی ماندنه، بر این عقل که ذاتی اوست باقی ماندنه. در این حالت انسان دچار ایدئولوژی ها و بازی های ایدئولوژیک نمیشه. به محضی که از این میخواد بره خارج، برایش انواع اقسام مجموعه فکرهایی که جایگزین میشن یا همراهی میکنن یا در جایی در تناقض قرار میگیرن با این عقل طبیعی قرار میگیره. پس توجه داشته باشیم موقعی که از عقل طبیعی صحبت میکنیم، داریم از عقلی صحبت میکنیم که مثل گیرنده است. این عقل گیرنده ما اطلاعات رو میگیره، اطلاعات رو تجزیه تحلیل میکنه، این اطلاعات رو جای مناسب و حجره مناسب و محل مناسب و زمان مناسبش رو پیدا میکنه، همکاری میکنه یا نمیکنه. این کار، این چهار تا کاری که گفتم، اطلاعات گرفتن، تجزیه تحلیل کردن، جنبندی کردن بر مبنای اونها، جای مناسب رو پیدا کردن، مکان مناسب رو پیدا کردن و همکاری کردن یا نکردن، چهار خصیصه عقل طبیعی ماست که این چهار خصیصه رو بهش میگن حالت خودجوش عقل. عقل در حالت طبیعیش این کار میکنه. برای اینکه از این حالت استثنایی و طبیعی بیاد بیرون، انسان عینک فکری میزنه به خودش، یک مفهومی رو میگیره و بر مبنای اون مفهوم اطلاعات رو میگیره، تجزیه تحلیل میکنه، جای مناسب رو پیدا میکنه، همکاری میکنه یا نمیکنه. این کار پنجمی که اضافه میکنیم، از حالت خودجوش در میاییم و چون از این حالت خودجوش در میاییم ایدئولوژیک میشیم، یعنی عینک مفهومی زدیم، عینک مفهومی که میتوانه یکی از اون مفهومهای طبیعی نباشه. اون مفهوم‌های طبیعی که بر اساس اون عقل آزاد ماست، اونها هستی شمولن. به محض این که میگویم من دارم، یعنی که شما هم دارید، تبعیضی درش نیست. موقعی که میگویم عدالت خوب است، دارم میگم عدالت برای من خوبه، برای شما خوبه. موقعی که دارم میگویم دلم، من میخواهم آزاد باشم، کسی از بالا بر من حکومت نکنه، تصمیم دست خودم باشه، هم برای خودم میخوام هم برای شما میخوام، به همینطور تمام حقوق که این داده های طبیعی ذهن ما هستن، داده هایی که چسبندگی با ما دارن و بر مبنای اونا فکر میکنیم. پس موقعی که دارم از انسان صحبت میکنم، از یک انسان طبیعی دارم صحبت میکنم که در حالت طبیعی خودش آزاده، یعنی در حالت طبیعی خودش تمام این قاعده های جهان شمول که اسمشون حقن، مجموعشان حقوقن، همه اینها رو داره و این انسان طبیعی با این حالت طبیعی خود میتوانه عادل باشه، یعنی بر حقوق باقی بمانه. چرا بر حقوق باقی ماندن عادل بودنه؟ به این علت که حقوق اگر هستی شمول تعریف بشن، جهان شمول تعریف بشن و بازی های ایدئولوژیک نباشه، تعریف سازی های شخصی نباشه، اینها توش تبعیض نیست. یک، دو، همدیگر رو تایید میکنن. سه، تعارض منافع ایجاد نمیکنن. چهار، میل به طرف بی‌نهایت دارن، یعنی که یک فضای باز فعالیت فکری ایجاد میکنن. پنج، ذهن ما رو، اسپری یا ذهن ما رو بی نهایت می سازن، یعنی توش امکان هر تصوری برای ما هست. ما می توانیم تصور ناممکن رو هم تو ذهن خودمون بکنیم. چه به چه علت؟ به این علت که آزاده. این عقل ما فضای بی نهایت داره. به چه علت؟ به این علت که فعالیتشو نمیشه تعطیل کرد. این عقل ما همواره در حال فعالیت و تا زمانی که زنده هستیم فعالیتش ختم نمیشه. به چه علت؟ تشخیص میتونه بده فکر راهنما رو. به چه علت؟ میتونه
با این فکر راهنماش انواع اقسام اصولی که بر مبنای اونا میتونه کار بکنه رو پیدا کنه. به چه علت؟ به این علت که با این عقلش میتونه مدیریت بکنه. به چه علت؟ به این علت که میتونه ناممکنها رو یا آنچه که به نظر میاد ناممکنه ممکن ببینه، یعنی استعداد هنری داره. به چه علت؟ به این علت که میتونه فرا بگیره. به چه علت؟ به این علت که میتونه خلق کنه. و به چه علت؟ به این علت که میتونه حافظه خود رو هدفدار نگه داره، یعنی طبیعی نگه داره، و بر اساس این حافظه هدفدار برنامه ریزی بکنه. به چه علت؟ میتونه تنظیم امور بکنه، استعداد اقتصادی خود رو به اجرا بذاره. پس با انسانی سرکار داریم که آزاده، و نه تنها آزاده، شاد آفریده شده، و اگر شاد نیست به این علت که آلودگی پیدا کرد، آلودگی به قدرت پیدا کرده و از حالت شادی در اومده. به چه علت این انسان آزاده؟ به این علت که راه‌حل‌یابه، همواره میتونه راه حل پیدا کنه. چرا میتونه راه حل پیدا کنه؟ برای که میتونه اندازه ها رو بسنجه، اندازه ها رو در رابطه با این قاعده های جانشمول پیدا کنه، و اگر اندازه ها رو پیدا نمی کنه نشون میده آلوده شده. یاد میخواد برنامه‌ریزی اقتصادی کنه، میدانه که اصل به صورت طبیعی بر به اندازه بودن هاست. اگر بیاد برنامه‌ریزی بکنه برای یک بنیادی، برای مؤسسه‌ای، برای یک بوتی، برای یک اسطوری، مجبور میشه بنا رو بذاره بر ندرت و کثرت برای اقلیتی. بگوید به عنوان مثال در مثلا سیستم لیبرالیسم اقتصادی که چون وفور منافع نداریم، ندرت منابع داریم، پس لازم است که یک سازمان هایی رو ایجاد بکنیم که اونها بتوانند این منابع رو به خود اختصاص بدن، ایجاد کار کنند. این قولی بود که لیبرالیسم در اوایل قرن 19 داد. اما کجا رسیدیم؟ به جایی رسیدیم که الان دو میلیارد خوردی گشنه رو دست ما گذاشته و قول داده بود که قشر متوسط رو گسترش بده، و میبینیم که روز قشر متوسط داره آب میره، کوچیک میشه. پس نشون میده که انسان طبیعی در حالت طبیعی خودش اندازه ها رو که بر میزان به اندازه بودن ها هست پیدا میکنه. برای اینکه بتوانم این طبیعی بودن رو خودم رو یک مقدار باتون ارتباط ذهنی برقرار کنم، دو مطالعه در دهه 70 میلادی انجام شد. یکی بر روی حشرات بود. دیدن در جاهایی که مثلا گیاه کم میشه، تعداد حشرات هم که باید از اونا تغذیه کنن کم میشه. پس حشرات، مجموعه این حشرات تونستن به اندازه بودن رو تشخیص بدن. تولید مثل خودشون رو به اون میزانی که گیاه وجود داشته به وجود آوردن. این رو در مورد برخی حیوانات مثل میمون هم انجام دادن. دیدن در جایی که وفور هست تولید بیشتر دارن، جایی کمتر دارن. پس به این اندازه سنجی از خصیصه های طبیعی یک انسان طبیعی در طبیعت خود باقی مانده است. حالا این توضیحی که دادم برای این بود که با هم دیگه روی این انسان فکر کنیم، توافق اگر داریم توافق داشته باشیم، نه با هم وارد گفتگو بشیم. این انسان از ناتوانی میتونه به طرف توانایی بره، رشد کنه. این انسان موجودی نسبی و متعین و فعال آفریده شده. کسانی مثل من که مثل من فکر میکنن، سخت کوش و توانا و با طاقت آفریده شده. انسان میتوانه در شرایط خود رو بیتاب ببینه، اما میتوانه با تنظیم هایی که میکنه انسان مقاوم و با طاقتی باشه. این انسان توان این رو داره که مرتب مسائل خودش رو حل بکنه. این انسان هوش و عقلی داره که به میزانی که شاد هست میتونه هوش عقل خود رو گسترش بده. بچه موقعی که شاد باشه
هوش و استعدادش بیشتر رشد میکنه و از حالت شادی که در بیاد این هوش و رشد این هوش و استعداد کن میشه. استعداد دانشجویی داره، میتونه خلق بکنه، استعداد صنعت داره، فنیابی داره. به هر حال انسان با این خصوصیات طبیعی خودش عدالت جو هستش. با این همه انسان مشکل بزرگی که داره، رد شدم به خاطر اینکه بریم روی بحث دیگه، و اون این هستش که انسان میتوانه از این حالت طبیعی خود خارج بشه. چگونه؟ از راه قدرت. یعنی چی؟ اینجا چی داریم میگیم؟ دارم این رو میگویم که ما دو نوع رابطه داریم، یا رابطه درهمی داریم یا در مقابل همی داریم. رابطه درهمی رابطه آمپاتی است، یعنی رابطه‌ای که در اون من خود رو در شما، شما رو در خود میبینم و در مقابل شما خود رو نمیبینم، خود بیگانه نمیسازم، بلکه با شما احساس همدلی میکنم. چگونه؟ این صحبت میتونید بگید انشاست، خیلی قشنگه، اما چگونه؟ چگونگیش این است که بر روی مفهومی با هم میخوایم ببینیم که با هم توافق داریم، روی مفهوم با هم گفتگو میکنیم، تجزیه تحلیل میکنیم، نقد میکنیم، به یه جایی میرسیم که اقناع میتوانیم بشیم یا نشیم. اونجا که اقناع میشیم، من و شمایی که با هم دیگه روی اون گفتگو کردیم به اقناع رسیدیم، من و شما هم دل شدیم، من و شما اون مفهوم رو با هم هر دو یک گونه فهمیدیم. یه جایی هم با هم به توافق نمیرسیم، اونجا گفتگو باز باقی میمانه. پس در این رابطه در همی همدلی من میفهمم که با شما اشتراک دارم، در جایی هم تفاوت دید دارم، اونجاها رو درونه میبندم، بحث رو باز نگه میدارم و در این بحث باز همواره می توانیم هیچ تجدید نظر کنیم، هیچ بررسی مجدد کنیم. در اون رابطه دوم، رابطه تقابلی، رابطه قدرت اسمش، حتما تبعیض توش وجود داره. چرا که رابطه مسلط با زیر سلطه است. مسلط با مسلط اگر مساوی هم باشن رابطه برقرار میکنن، زیر سلطه هم با زیر سلطه اگه مساوی هم باشن از نظر نیرو با هم رابطه برقرار میکنن. پس یه عدم تعادلی لازمه تا یکی برتر باشه یا کمی برتر باشه، یا اینکه به اندازه برتر باشه یکی به اندازه کمتر باشه. پس بنابراین رابطه متعادل نیست، رابطه مسلط و زیر سلطه است، و بنابراین در بر مبنای این رابطه مسلط و زیر سلطه تبعیض شکل میگیره. کدوم تبعیض؟ تبعیض فکری، تبعیض اجتماعی، تبعیض سیاسی یا تبعیض اقتصادی؟ تبعیض اقتصادی. من میگویم من این گونه تشخیص دادم، من فکر کنم از نظر فکری این کار فکری که دارم میگم درسته، شما بپذیر. این تسلطی که من انتظار دارم از شما ربطی به اون رابطه در همین نداره. در اینجا منم که فعالم و میخوام شما کارپذیر باشید، و شما به محض اینکه بخواید چون و چرا بکنید در این رابطه تقابلی دیگه باقی نمیمانیم، چون شرا میکنیم، گفتگو میکنیم، بررسی میکنیم، به نتیجه میرسیم یا نمیرسیم، میره تو اون فضای دیگه. تو این فضا یه جایی میرسیم، یکی دستور میده، یکی دستور میگیره. خب ما الان با هم یک مقدار مطالعه کنیم که این رابطه قدرتی که میگیم چیه. قدرت بیش از هر چیز روابط گوناگون زوره. زور چیه؟ زور دروغه، زور برخورد فیزیکیه، ارعاب، ایجاد خجلت زده کردن دیگری هست، تحقیر، مطلق‌گویی برای باز زیر سلطه خود بردنه، و انواع اقسام رابطه هایی که در آن یک طرف احساس برتری میکنه و یکی رو تحقیر میکنه. پس قدرت بیش از هر چیز روابط گوناگون زوره، روابطی در هر جا برقرار میشه تشکیل دهنده سازمان زور میشه. قدرت اون نقشی است که از راه مبارزه ها و برخورد های دائمی
روابط رو تغییر، تقویت یا واژگون میکنه. پس این رابطه تقابلی چه کار میکنه؟ یا تغییر ایجاد میکنه تو رابطه ای که وجود داره، یا تقویتش میکنه، یا واژگونش میکنه برای که خود رو جایگزینش بکنه. پس توجه داریم، توجهتون رو قبل از که این ادامه بدم به یک نکته اساسی جلب میکنم، و اونی که موقعی که داریم از اون همدلی صحبت میکنیم، از رابطه های صحبت میکنیم که از خودشون هستی دارن. در اینجا که داریم صحبت میکنیم رابطه های تقابلی، تو این رابطه به وجود اومدن، اصالت ندارن. یکی مسلطه، یکی زور زیر سلطه. به معنی که مسلط نباشه یا به معنی که زیر سلطه نباشه، این رابطه شکل نمیگیره. پس مسلطی باید بخواد که مسلط باشه، زیر سلطه هم باید بخواد زیر سلطه بشه تا این رابطه به صورت فردی شکل بگیره. همینطور در جمع. پس در اینجا داریم صحبت میکنیم از رابطه‌ای که از خود هستی نداره. بنابراین قدرت گاه اون تکیه گاهی هستش. اینا تعریفایی که دارم بر شما از قدرت میکنم از میشل فوکو هستش که یکی از برجسته ترین قدرت شناسای دنیا هست. خودش هم به قدرت اعتقاد داشت، اما یه جایی در اواخر عمرش روی این به تجدید نظرهای در زمینه‌ای رسیده بود. پس تکیه‌هاییست که روابط قدرت، روابط قوا در یکدیگر می‌یابند، به گونه‌ای زنجیر یا نظامی رو وجود میارن، حالت زنجیری یا حالت یک منظومه رو پیدا میکنن، و زمانی به عکس آن تضادهایی هستن که رابطه ها رو میگسلن و از بین میبرن. یعنی یه رابطه وجود داره، این میاد این با این زورهای خودش اون اصلا میپاشونه. و بالاخره قدرت استراتژی هایی است که در آنها روابط عینیت به دست میارن و در دستگاه های دولتی، در تدوین قانون، در هژمونی و تقویت اجتماعی تبلور پیدا میکنن. قدرت همه جا حاضره، نه بدون خاطر که برای همه چیز و همه جا که بر همه چیز و همه جا محیطه، بلکه بدون سبب که از هر جا و همه چیز میاد. پس قدرت همه جا وجود داره، توی جزئیات وجود داره، توی خانواده وجود داره، توی یک کشور وجود داره، در سطح دنیا وجود داره. قدرت در صفتهای دائم تکراری و در خودبازسازی چیزی جز نتیجه مجموعه روابط زور نیست. قدرت حاصل زنجیره تحرک‌های روابط قواست. پس قدرت حاصل زنجیره تحرک‌های روابط قواست که در عین حال به هر یک از این تحرک‌ها دوام و قوام می‌یابه و به نوبه خود هر یک از اونها رو تثبیت می‌کنه. با توجه به این تعریف، قدرت خاصه های خودشو داره. قدرت چیزی نیست که به دست آید یا از دست دیگری ربوده شود یا تسهیم گردد. چیزی نیست که نگاهش بداری یا بگذاری که بگریزد. قدرت از نقاط بیشماری سرچشمه میگیرد و در بازی روابط نابرابر و تبعیض آمیز و متحرک و متحول جریان می‌یابد. روابط قدرت نسبت به انواع دیگر روابط قدرت، انواع دیگر به عنوان مثال فراگرد‌های اقتصادی، روابط آشنایی و شخصی، روابط قدرت نسبت به انواع دیگر روابط، روابط درونی این برهم خوردن‌ها، جابجایی‌ها و نابرابری‌ها رو تشکیل می‌ده. قدرت از پایین میاد، یعنی سلطه‌گرها و زیر سلطه‌ها زوج زیربنایی ضدین رو تشکیل نمیدن، بلکه این دوگانگی رو از بالا تا پایین مشاهده می‌کنیم. از بسته‌ترین گروه‌ها تا ژرفاهای جامعه همه جا قدرت وجود داره. روابط چندگانه و بسیار گونه قوا که در دستگاه‌های تولید، در خانواده، در گروه‌های محدود، در بنیادها شکل می‌گیرن و نقش بازی می‌کنند، عامل تعیین کننده و کننده تمیز و تمایز، زیری و زبری، مادونی و مافوقی هستند. سلطه های بزرگ نتایج مجموعه این برخوردها و این مجموعه شکل گرفتن قدرت ها هستند و ثمره مجموعه روابط قوا هستند که شکل اونها رو از ژرفا تا سیمای جامعه
فرا میگیرن. روابط قوا در این حال ارادی و غیر شخصی هستند. پس می توانیم ببخشید در این حال ارادی و غیر شخصی هستند. پس ما می توانیم قدرت و اراده کنیم، این رابطه قوا رو انتخاب کنیم، اما غیر شخصی باقی میمونن. دیگه چگونه پیش میرن، چگونه تو این دینامیک پیش میرن، دیگه دست ما نیست. اونایی که فکر میکنن به اندازه میتونن قدرت رو انتخاب بکنن اشتباه میکنن. قدرت میکانیزم خودش رو داره، دینامیک خودش رو داره. به محضی که شما اراده کردید تو رابطه تقابلی باشین، از اون حالت رابطه در همی بیاین تو این رابطه، دیگه غیر شخصیه. توضیح این که در این مورد قدرت به اجرا در نمیاد مگر اینکه مقاصد شخصی، منافع شخصی، مقاصد شخصی اجرای اونها رو ایجاب بکنه. به همین لحاظه که ارادی است، اما بدین معنی نیست که اجرای قدرت نتیجه تصمیم یا انتخاب شخصی شماست. پس ارادش میکنید اما دیگه اجراش دست شما نیست. نه ستاد تصمیم گیرنده، نه گروه خاص، نه گروه هایی که دستگاه های دولتی را مهار کنند، بنده اونهایی که تصمیم های اقتصادی بزرگ میگیرند، مجموعه شبکه موجود در یک جامعه رو اداره و هدایت نمی کنند. پس قدرت یک میکانیسم مشخص خودشو داره. عقلانیت قدرت را سنجش عقلی یک شخص، یک گروه تشکیل نمیده. عقلانیت قدرت از مجموعه تاکتیک های مایه میگیرند که در سطوح مختلف در صریح و روشنترین شکل به کار میرن و مثل حلقه های زنجیر یکدیگر رو ایجاد میکنن. توجه داشته باشین همه رو میشل فوکو داره میگه. مقاومت در برابر قدرت، درونی قدرت و چسبنده به آن است. حالا پس قدرت داریم اما این قدرت نمیتونه خودشو از دشمن خلاص کنه. مقاومت همیشه در مقابلش هست. مقاومت در برابر قدرت، درونی قدرت و چسبنده به آن است. هر جا قدرت هست مقاومت هم هست. باید که میگم مقاومت یعنی مبارزه با قدرت هم وجود داره. مقاومت از راه ضرورت درونی قدرت است. قدرت تمایل داره که خود رو از این مقاومت درونی، از این مبارزه درونی بیاساید، اما نمیتواند از اون بگذره، زیرا برای قدرت هر مقاومتی در این حال هم داخلی هست و هم خارج است. مطلقاً داخلی نیست زیرا در مقابلش قرار میگیره، بنابراین کاملاً داخلی نیست. مطلقاً خارجی هم نیست، برای اینکه باش تنگاتنگ گلاویز میشه، رابطه تنگ تن به تن برقرار میکنه. مبارزه چون تبعیض هست همواره چسبیده به او وجود داره. پس بنابراین مطلقاً خارجی نیست بلکه چسبندگی بیرونی داره باش. نقطه های گوناگون مقاومت یا مبارزه خصم های قدرت هستند، آماج او هستند. نقاط مقاومت در تمام شبکه روابط قدرت وجود دارند. بنابراین یک کانون مقاومت، یک مرکز مقاومت، یک روح عصیان تنها وجود نداره، بلکه کانون های بیشمار، مرکز های فراوان، روح های عصیان هستند که صفات ممکن، ضرور، نامحتمل، خودجوش، وحشی، غرامی و انواع اقسام دیگر رو به خود بگیرن. پس قدرت رو از قول میشل فوکو به این صورت براتون تعریف کردم تا بگویم که اولا به معنی انواع اقسام رابطه تقابلی هست. دو، به معنی که اراده کنید، انتخاب کنید، دیگه کنترلش دست شما نیست. سه، از خود هستی ندارن بلکه تو روابطن و به محض اینکه یک طرف نخواهد در این رابطه بماند از بین میره. یک خاصیت مهم دیگر هم اینجا اشاره میکنم، میام پایین که خانم بیژندی صحبت بفرمایید، و اون این استش که قدرت در دینامیک خودش تا تخریب کامل پیش میره، اما ضریب خود تخریبیش کمتر از دیگر تخریبی است. مثال رژیم ولایت فقیه در ایران داره تخریب میکنه، اما ضریب خود تخریبی رژیم ولایت فقیه کمتر از ضریب تخریب جامعه است. اگر جامعه مقاومت نکنه این رژیم جامعه رو میتونه بندازه، خودش باقی بمونه ولی خودش هم از بین خواهد رفت. پس لازمه توجه بکنیم که قدرت
هم خود تخریبی داره هم دیگر تخریبی داره، اما ضریب دیگر تخریبیش بیشتر از ضریب خود تخریبیش. میام پایین خانم بیژندی صحبت بفرمایید. ممنونم جناب آقای از توضیحات بسیار کامل و جامع. حالا در جلسه گذشته به موضوع قدرت بسیار پرداختیم و میدونم انقدر گسترده است این موضوع، شاید بارها بشه در موردش صحبت کرد، اما حالا چون در ادامه موضوع ما قدرت و آزادی داریم، من از شما خواهش میکنم که موضوع رو به سمت حالا آزادی هم ببریم. اما سوال من در واقع به این صورت هست جناب رایی، که اول یه مفهومی از آزادی من میخوام در واقع راجبش صحبت کنیم، که این آزادی که در واقع در موردش بخوایم صحبت بکنیم، اون چیزی است که به معنای ذاتی و با بشر به قول معروف زاده شده است، یا اینکه یه پدیده بیرونی ایجاد میشه، ایجاد کردنیه. و اینکه این قدرتی که الان راجع به صحبت کردیم روی این آزادیه چقدر تاثیر میذاره، چقدر محدودش میکنه، حالا با توجه به مفاهیمی که هست، چون من تا اینجا که حالا در حدی مطالعه کردم معانی و مفاهیم خاصی برای آزادی میشه در نظر گرفت، درست عرض میکنم خدمتتون؟ درسته. و آره، این که حالا این قضیه قدرت رو بپردازیم بهش، که حتی این قدرت توی این آزادیات تو معنای مختلف چه تأثیری میذاره، و سوالم رو به این صورت عنوان کردم خدمتتون. داره. خیلی ممنون. ببینید، من در این صحبتی که الان کردم با صحبت شما به این صورت ادامه میتونم بدم که خواستم توضیح بدم که ما میتوانیم در حالت طبیعی خود باقی بمانیم یا میتوانیم نمانیم. در این حالت طبیعی خود که باقی بمانیم، یعنی که یک مجموعه قواعد هستی شمولی وجود دارن که اینا با هم یه سیستم کامل رو تشکیل میدن، که پدیده ها همه این پدیده ها از جمله انسان، موجودات زنده همشون، حتی اصلا جلوتر بریم در جهان هستی مرده وجود نداره، همه زنده، همه فعالن، حتی سنگ هم زنده است. پس هستی رابطه فعالها با فعالهاست. اون چی که ما به صورت نسبی مثلا مرده میگیم یه چیز نسبیه، ما مرتب در حال تبدیل شدن هستیم، در از مرحله به مرحله دیگر رفتیم. مرگ وجود در طبیعت نداره، بلکه تبدیل شدن وجود داره، جهش وجود داره، به مرحله سنگولاریته وجود داره، تکینگی وجود داره. در این وضعیت طبیعی انسان بر مبنای قواعد طبیعی خلق شده، یعنی با همین قواعد طبیعی به دنیا میاد. این قواعد طبیعی مجموعش که داشته باشیم آزادیم، چرا که این قواعد طبیعی با همدیگه این همانی دارن، همدیگه رو تایید میکنن، تناقض با همدیگه ندارن و پایدارن و آنتروپی ندارن، سیستم کامل رو تشکیل میدن. پس آزادی یک سیستم کامله که در آن انسان همه حقوق رو داره. پس انسان تعریف آزادی میشه سیستم کامل غیر قابل انشقاق شامل همه حقوق. این میشه تعریف آزادی. غیر از این تعریف آزادی البته که میشه انواع اصلا تعریف ها رو داد. میشه گفت آزادی من اونجایی تموم میشه که آزادی شما شروع میشه. خب آزادی من کجا تموم میشه که آزادی شما شروع میشه اگه منفعت بر مبنای منفعت نباشه؟ من در زمینه علمی میتونم با شما، من آزاد، علم من یه جایی تموم بشه که علم شما شروع بشه؟ نه. در اخلاق من میتونم علم من یه جایی، اخلاق من یه جایی تموم بشه که شما بشه؟ نه. شما دارین، منم داریم، علم شما میتونید کسب بکنید، منم میتونم اسکل کنم، هیچ کدوم جای همدیگر تنگ نمیکنید. اما به محض اینکه آمدیم تو دنیای منافع، بله دیگه اون تعریفی که از آزادی کردیم اینجا دیگه صرف نداره. اینجا لازمه که تعریف رو عوض کنیم، لازمه که در اینجا مفاهیمی رو وارد بکنیم که این مفاهیم موقعی که وارد میشن در واقع مورد توافق همه قرار نمیگیرن، هستی شمول نیستن، بلکه تعریفیست بین تعریف ها. این تعریف ها به علت اینکه
مورد توافق همه نیستند، پس اراده فردی یا اراده جمعی هستند یا اراده اکثریتی هستند بر علیه فرد دیگه، بر اساس بر علیه جمع دیگه و بر علیه اقلیت دیگه. پس تعریف های منفعت گونه بخوایم انجام بدیم، مسلما جنگ 72 ملت پیش میاد، در اینکه انواع اصلا تعریف ها رو داریم. اما اگر بخوایم بر این حالت طبیعی خود و این تعریفی گفتم باقی بمانیم، قبولش بکنیم، معتقد باشیم، در اینجا کار راحت میشه. چرا؟ شاهد اینکه کار راحت میشه چیه؟ این هستش که جامعه بودن که برای حقوق ایستادن، کم و بیش در حال به میزان زیادی اونطوری که میفهمیدن ایستادن و پیشرفت کردن. در اروپا میگن 200 سال بار حقوقی اروپا رو روشنفکرای حقوقدان اروپا بر دوش گرفتن تا جامعه آماده تحول بشه. پس موقعی که صحبت میکنیم از آزادی، داریم صحبت میکنیم از سیستم کاملی که در اون ما با هم میتوانیم آشتی کنیم، صلح داشته باشیم. پس اون حالت طبیعی ما حالت صلح بر میزان حقوق، چون با حقوق نمیشه جنگید، نمیشه جامعه حقوقی تشکیل داد با یه جامعه حقوقی دیگه وارد جنگ شد. با جامعه حقوقی دیگه اگه اختلافی هم پیش بیاد گفتگو میکنن، به این علتی که میگن دموکراسی ها با هم نمیجنگن. اگر دموکراسی های نیم بند تشکیل بده که با هم میجنگن، به علت این هستش که به طور کامل یا به میزان زیاد آزادی و حقوق رو رعایت نکردن. پس توجه شما رو جلب میکنم به اینکه یک نکته اساسی مطرحه و اون این هستش که خب گفتیم بس انسان موقع حقوق رو داره آزاده، اما این حقوق این آزاد که هست چه خصیصی داره این آزادی؟ یعنی که من میتوانم تصمیم بگیرم، آزادم دارم تصمیم بگیرم، پس مستقلم، پس توانام، پس قابل تغییر شدن نیستم، پس تشخیص دهندم، پس کسی که بخواد به جای من تشخیص بده مثل ولی فقیه رو قبول ندارم، به این علت که خود من میتونم تشخیص بدم. من اصلا این گونه به دنیا آمدم که تشخیص بدم، اندازه پیدا کنم، راه حل پیدا کنم، سخت کوش باشم، جایی که مشکل میتوانم راحتی ایجاد کنم از راحتی استفاده کنم، موقعی که زیبایی رو میبینم لذت ببرم، از روابطی رو که خود تشخیص میدم سعی اونا رو سالم بدونم، نه اینکه یکی بیاد به من بگه این رابطه ناسالمه قبل من نمیذارم تو انجام بدی، مثلا رابطه زن و مرد ناسالمه من نمیگذارم اینجوری با جدا بشن اصلا بگه، نه اینکه یکی به من بگه مثلا آمیزه جنسی ناسالمه، نه چرا، بر چیزی ناسالمه، یه چیز طبیعیه. بس با منم که تشخیص میدم، پس من مستقلم در تصمیم خود و من آزادم در نوع تصمیم خود. پس میشه آزادی و استقلال، پس بنابراین میشن دو روی یه سکه. پس بنابراین در اینجا که دارم آزادی رو برای شما بعضی از خصیصه‌هاشو میگم، هم استقلال خصیصه‌شو میگم، هم آزادی رو میگم. استقلال این همانی با حق هستش، آزادی آفرینندگی بگاه این همانی با حق هستش، استقلال نبود تضاد هستش و آزادی نبود تناقض در پندار و گفتار و کردار هست. استقلال ترکیب نیروهای محرک با حق هستش. می‌بخشید. بنابراین استقلال من نیروهای محرکی که می‌خوام بسنجم در رابطه با حقوق اینا رو میسنجم، و آزادی به کار بردن این چنین ترکیبی هستش. از رقی میسنجم این ترکیب رو لازم دارم، تصمیم میگیرم این ترکیب رو داشته باشم، این مرحله رو پیاده بکنم، این نقشه رو بکشم، بعد به کار بردنش رو آزادم که نوش رو پیدا کنم. استقلال شفافیت، با آزادی عمل شفاف در چنین فضای شفافی هستش. استقلال
حقوق و مجموعی از استعدادها و فضلها یه انسان هستش، آزادی فعال شناختن و شدن انسان به مثابه چنین مجموعی هستش. میبخشید این پنکه دستگاه تهویه هوا رو خاموش کردم، این باعث گرفتن صدام شده بود. استقلال مجموزه نه مسلط نه سیر سلطه هستش. پس موقعی که من مستقلم یعنی که نمیخوام بر کسی تسلط داشته باشم، نمیخوام زیر سلطه بشم. چرا در این حالت من مستقلم؟ برای که در این حالت دیگه دخالت کسی رو نمیخرم. اگر زیر سلطه باشم دیگر را میتونم بگم که عجب تو سرکوری هستی، تو چرا زیر بار این سلطه رفتی، انواع اصلا شباهت ها رو به جا میخرم. و اگه بال سلطه هستم که عجب ظالمی هستی، برای چی این کار میکنی، برای چی این رابطه رو ایجاد میکنی، چرا این خودخواهی رو داری، چرا این خود میبری داری. پس استقلال خارج بودن از این موضع نه مسلط زیر سلطه است. بنابراین رها از سامانه سلطه‌گر زیر سلطه است. آزادی اندیشه و سخن و کنش انسان نه مسلط نه زیر سلطه است. استقلال توزیع امکانها و نیروهای محرکه بر میزان عدالت. آزادی مالکیت شخصی بر کار میشه. توجه کنید به کلمه مالکیت شخصی اشاره دارم، یعنی مالکیت خصوصی نه، مالکیت شخصی آری. مالکیت خصوصی با مالکیت شخصی فرقی داره. من مالک سعی خودم هستم، کاری که می کنم هستم، این میشه مالکیت شخصی. مالکیت خصوصی اینه که شما نه یه مؤسسه‌ای، یک مجموعه‌ای، یک مالک بزرگی این مالکیت رو داره، اون رو نگه می‌داره، کار ایجاد می‌کنه و شما هم توی اون سیستم میرید کارپذیر می‌شید. پس آزادی با مالکیت شخصی در ارتباطه، استقلال هم با توزیع امکانات و نیروهای مالکی که میتوانه انسان بر مبنای اونها این آزادی مالکیت شخصی خودشو به دست بیاره. پس استقلال تولید سرمایه هاست. پس استقلال تولید سرمایه هاست و آزادی اندازه سنجی و اندازه نگهداری در تولید و به کار بردن نیروهای مالکی است. اینجا یه خورد توضیح میدم. یعنی چی میگم استقرار تولید سرمایه است؟ سرمایه هاست، نگفتم سرمایه، گفتم سرمایه ها. شما یه مالی رو دارید، این مال رو روش که کار بکنید میشه سرمایه، بلا ماله. شما این مال رو اگه خرجش بکنید از مال شما کم میشه، اما اگه این مال رو روش کار بکنید با سرمایه انسانی، با فن، با دستگاه ها، این ارزش افزوده ایجاد میکنه. این ارزش افزوده ها قسمتیش برمیگرد به اون مال اولیه، استحقاقش و اینکه خودش کار فشرده هستش و این سرمایه میشه. این سرمایه میتوانه اعتبار ایجاد بکنه و میتوانه بر اساس اعتبار، یعنی اعتبار که میگم یعنی قرض، قرض ایجاد بکنه بر اساس این قرض. به میزانی که شما این قرض رو میپردازید این سرمایه اولیه تبدیل به سرمایه ثابت میشه. پس بنابراین موقعی که داریم صحبت میکنیم از سرمایه داریم از مال صحبت نمیکنیم. حالا این سرمایه از نظر مالی بود، ولی از نظر انسانی هم شما میرید تحصیل میکنید، فن یاد میگیرید، مهارت یاد میگیرید، تخصص پیدا میکنید، سرمایه انسانی میشید. همینطور سرمایه های اجتماعی پیدا میکنیم، فرهنگی پیدا میکنیم، هنری پیدا میکنیم و اینها. پس موقعی که داریم صحبت میکنیم از استقلال داریم از تولید سرمایه صحبت میکنیم و ما که از اندازه آزادی داریم صحبت میکنیم از بکار بردن این سرمایه. اندازه هاشو پیدا کنیم، چگونه نگهش داریم، چگونه این رو اضافهش کنیم کم نشه. و توجه داشته باشیم جامعه ثروتمند، در همین رابطه پرانتز باز میکنم، جامعه ثروتمند جامعه حقوقی هستش. جامعه حقوقی ثروتاش روز به روز اضافه میشه. جامعه غیر حقوقی فقیر جامعه تضادها هست، جامعه درگیری ها هست، جامعه‌ای که در اون تبعیض ها بیداد که میکنه، هیچ ظلم ها بیداد میکنه هست و در اون حتی نمیتوانیم از طبیعت نگهداری کنیم، بیابان میکنیم. بیابان ها رو استبداد ها روی کره زمین ایجاد کردن، نه اینکه همش عامل همه بیابان ها
استعدادها باشن. اما ایران خودمون رو نگاه کنیم، در دوران اوایل دوران صفویه خوزستان غذای تمام ایران میداده، محصولات دیگه استانهای ایران صادر میشده. ایران چند کیلومتر مربع بوده؟ 5200 میلیون کیلومتر مربع بوده، یعنی 1/5 الان رفته. اون ایران 5.2 میلیون کیلومتر مربعی رو خوزستان غذا میداده با سیستم آبیاری که داشته. سیستم آبیاریش رو به عنوان اشاره برای شما بگم، در جنگ ایران و عراق آقای به اسم پوشنگ کشاورزی صدر مطالعه کرده بود، آمدن یک طرحی رو دادن که این سیستم قدیمی آبیاری خوزستان رو اینو دوباره احیاش کنید، که جنگ ایران و عراق پیش آمد که در یکی از نقشه ها ما که قوای عراقی داشتن پیش بینی میکردن سیستم آبیاری رو باز کردن و عراقی ها رو فراریش دادن. حالا کنارش یک جنایت، پیشنهاد جنایت فارانه بود که صدر رو بمباران کنیم که اونجوری هم خوزستان میرفت و هم دشمن میرفت و هم خودی ممکن یه قسمت از خودی هم میرفتن. جلوی اون طرح وحشیانه گرفته شد و جلوی این طرح آبیاری که از قدیم وجود داشت گذاشته شد که باش بتونیم دفاع کنیم. استقلال محیط شدن بر امرهای واقع هستش و آزادی رابطه مستقیم با این امرهای واقع هستش. نمیدونم احتیاج هست این رو توضیح بدم. بنابراین موقعی که شما میخواهید مسئله رو بررسی کنید لازمه که محیط بشید بر مسئله، یعنی جنبه های مختلفش رو بررسی کنید، اطلاعات رو گوناگون رو بگیرید تا بتوانید با اطلاعات کافی که دارید و با تجزیه تحلیل احاطه داشته باشید بر مسئله. و این حالت هستش که کمترین میزان اشتباه رو دارید. اگر بر اساس اطلاعات ناقصی بخواید عملی رو بکنید امکان اشتباه شما بسیار زیاد، یه شیروی خطی میشه در این وسط. استقلال بعد رابطه مستقیم برقرار کردن با امر واقع چیه؟ یعنی شما تو ذهنتون نمیایید بگویید که این گونه اتفاقی افتاده. مثال بزنم، شما میبینید که تو یک تصادفی شده، تصادف امر واقع، اما شما میتونید در ذهن خودتون بگویید که تصادف امری است بر میزان حرکت قطاری با هواپیمایی، نمیدونم یا ماشینی، یه ساخته ذهنی بسه. این دیگه ساخته های ذهنیه. یعنی چرا این رو مطرح کردم؟ همیشه در بررسی لازم مواظب باشیم که تحقیق ما، بررسی ما، ارزیابی ما بر میزان امرهای واقعی که اتفاق افتادن عینیت دارن باشه و دخالت ذهنی نکنیم. برای که به معنی که دخالت ذهنی بکنیم ساخته های ایدئولوژیک میسازیم. مثال بذارم، حتی دانشمندی مثل زیگموند فروید آمده توی تحقیق خودش دخالت ذهنی هم کرده، آمده مثلا خصیصه های زن رو بررسی کرده، خصیصه های مرد رو بررسی کرده، نتیجه گیری مثلا داخل گیوم علمی کرده که زنها مازوشیستن. تحقیقات بعدی شده که نیستن، زن مازوشیست وجود داره، مرد مازوشیست وجود داره، اما همه زنها مازوشیست نیستن، همه مردها مازوشیست نیستن، بلکه آرزی است که برخی از انسانها بهشون دست میده، اما به معنی نیست که. پس یک دانشمندی مثل فروید آمد چیکار کرده؟ آمده تحقیقات رو، اون امرهای واقع رو با یک دخالت ذهنی خودش خاطر کرده و تحقیقات بعدی نشون میده همچین چیزی نیست. یا آمده گفته مثلا از نظر جنسی مرد فعال، زن فعال نیست، معنی نداشت این اصلا یه حرف. بعد اومدن بررسی کردن که همچین چیزی نیست، هر دو فعالن. بعد اصلا بیشتر از این به این نتیجه رسیدیم که اصلا رابطه فعال منفعل تو طبیعت وجود نداره، بین پدیده‌ها وجود نداره، فعال‌ها با فعالات ارتباط دارن. یک مرده چجوری میتونه با یه زنده ارتباط داشته باشه؟ شدنی نیست. پس بنابراین این نکته رو که در اینجا گفتم به این معنی هستش که امرهای واقع رو آزادی موقعی که داریم رابطه مستقیم باشون برقرار میکنیم، ساخته های ذهنی رو نمیذاریم دخالت کنه. استقلال برخورداری از نظام اجتماعی باز هستش و آزادی شهروند حقوقوند در چنین نظام است. پس موقعی که داریم از
استقلال در یک جامعه صحبت میکنیم از یک جامعه باز بریم صحبت، نه جامعه بسته صحبت نمیکنیم که در اون استبداد هست، آزاد یا اینکه درش بستگی اونقدر زیاده که به یک جامعه توتالیتر تبدیل شده، از اون جامعه توتالیتر صحبت نمیکنیم. بعد به شهروند یک آزادی، انسان آزاد در اونجا شهروندی است که حقوق داره و در چنین جامعه‌ای خود اداره کننده است، خود تصمیم گیرنده است. استقلال مجموعه تدابیری است که مانع استقرار نظام زیرگر زیر سلطه میشه. پس ما در استقلال خود باقی میمانیم، نمیتوانیم یک جایی رابطه زیر سلطه یا زیر سلطه‌گر و زیر سلطه رو قبول کنیم، بلکه مرتب اون رو تجزیه تحلیل میکنیم، براش راه حل پیدا میکنیم و اونها رو حذفش میکنیم، نه اینکه نگه داریمش، نه اینکه تحملش کنیم، بلکه همواره استقلال ما ایجاب میکنه که رابطه سلطه‌گر زیر سلطه رو حذف کنیم از تو رابطه ها. و آزادی مجموعه تدابیری است که مانع پیدایش اقلیت مسلط میشه و اکثریت فعل پذیر میشه، اکثریت کار پذیر میشه. پس آزادی ما که داریم در یک جامعه مرتب به فکر این هستیم که راه حل هایی رو ایجاد کنیم که انسان ها بتوانن رابطه شهروندی با هم دیگه داشته باشن. شرکت اگه میزنم لازمه که به عنوان یک کسی که در واقع فرانسوی ها آنترپرنور میگن، به فارسی میشه ایجاد کننده کار. این ایجاد کننده کار لازمه که شورا تشکیل بده با کارمندای خودش، با اداره کننده شرکت خودش، با کادرهای شرکت خودش، کارمندای متخصص، با کادرهای خودش، با کارمندای خودش، با کارگرای خودش. شهروندی حکم میکنه که فقط آنجایی که رابطه کار هست این رابطه سلسله مراتبی باشه، تصمیم مشترکی گرفته میشه، یکی میگوید این نقش رو من دارم، اون یکی اون نقش داره، اون یکی اون نقش داره، هر کی نقش خودش انجام میده. اما خارج از این رابطه دیگه رابطه بالا پایینی وجود نداره، با هم میتونن بشینن، یک کارگر و صاحب شرکت با هم غذا بخورن، با هم میتونن بشینن گفتگو کنن، با هم میتونن رابطه خانوادگی ایجاد کنن. این شهروند یعنی این شهروند بالاتر پایینتر از کسی نیست، همه با هم در یک سطح هستن. یکی میتونه بیاد خونه شما کار کنه، خونه شما نظافت کنه، اما میتونه با شما بشینه غذا بخوره، میتونه بشینه با شما گفتگو کنه، میتونه بچه خودش رو که تو درس قویه به کمک بچه شما بپرسه که تو درس ضعیفه یا وارونه، و همینطور رابطه های دیگه. پس مرتب در این آزادی ما سعی میکنیم که این رابطه مسلط زیر سلطه رو از بین ببریم. استقلال بدیل خود گشته در این همانی با خود انگیختگی هستش. پس بنابراین استقلال یعنی که من خودم آلترناتیو خودمم، اگر مشکلی دارم خودم سعی میکرم اون آلترناتیو پیدا کنم. و آزادی مسئولیت شناسایی و کارایی هستش. من که حالا دارم سعی میکنم که این خود انگیختگی رو داشته باشم و خودم بدیل خودم باشم، آلترناتیو خودم باشم، مسئولیت شناسی رو و کارایی خودم رو هم به دست خودم میگیرم و در این زمینه آزادم. استقلال تن ندادن به مصلحت هستش و زدودن خلاهای مصلحت هستش. و پر که مصلحت چیکار میکنه؟ میاد مثلا چی میگن؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام، که مصلحت نظام رو بسنجی، مصلحت رژیم رو بسنجی. این تمام تجاوز به حقوق انسان هست بدون استثنا. پس مصلحت خارج از حق قرار بگیره در تناقض با حق قرار میگیره، در تناقض با استقلال قرار میگیره. استقلال بنابراین نپذیرفتن مصلحت هست و بر حق باقی ماندن هستش. و آزادی هم بازیافتن مجموعه داشته ها یه خود هست، استعدادهای خود هست، مجموعه داشته‌های خود هست، مجموعه استعدادهای خود و به کار بردن اونو هستش و نپذیرفتن اثر مصلحت هست و مصلحت رو دخالت ندادن در اجرای این استقلال خود و آزادی خود هستش. استقلال خود انگیختگی در گرفتن تصمیم هست. بس موقعی که انسان تصمیم میگیره
خودانگیخته تصمیم میگیره. یعنی چی؟ حداکثری که مشورت میکنه، بررسی میکنه، اما جنبندی رو خودش لازمه بکنه تا تصمیم بگیره. در اینجا به یک خاصه دموکراسی دارم اشاره میکنم که در دموکراسی ها شناخته شده هستش، اون این هستش که تصمیم قابل انتقال نیست. پس من خودم تصمیم میگیرم، لازمه که خود انگیخته این تصمیم رو بگیرم و این رو خسر تموم میکنم، میام پایین که صحبتهای شما دوستانه بشنوم. پس و آزادی خود انگیختگی در عمل به اون تصمیمی هستش که مستقل گرفتم. پس من میتوانم همواره تصمیم خودم رو نگه دارم. کی میتونه این تصمیم رو از من سلب کنه؟ خودم. غیر از خودم هیچ کس نمیتونه. خودم هم که پذیرفتم کارپذیر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی یا فکری بشم. اگر کسی، مگر که خودم این زور رو بپذیرم، موقع تصمیم از دست من خارجه. یعنی رضایت دادم که حالا این مثلا پدر منه دیگه یا مادر منه دیگه، تصمیم اینا میگیرن چون عقلشون به هر حال از من مثلا بیشتره، یا مثلا دوتا پیرم به خودم هم که خودم رو محروم کردم از این عقل تصمیم. مرسی، میام پایین صحبت شما رو میشنم. بفرمایید. ممنون آقای رای گرامی. اول آقای سنگری رو بشنویم. جناب سنگری، ما در اختیار شما، بفرمایید. خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم. عرض ادب دارم جناب آقای رایی و همکاران گرامی. با توجه به مفاهیم که و تعاریف که آقای رایی گرامی فرمودند در خصوص آزادی قدرت، و من در واقع می‌خوام موضوع جلسه رو و با مطرح کردن یک سوال در ارتباط موضوع جلسه امشب از آقای رایی همکاران گرامی که افراد و اقشار عادی جامعه چطور میتونن در واقع به چارچوب آزادی‌های مدنی دست پیدا کنن. یعنی این سوالیه که شاید الان در وضعیت فعلی ایران اقشار عادی جامعه شاید اصلا براشون ملموس نباشه این آزادی‌ها رو، آزادی‌های اولیه‌شون حداقل، به خصوص در آزادی‌های مدنی. ممنون میشم دوستانم اگر نظری دارن. آقای رایی هم که به هر صورت از لطف دارین، شما خودتون اگه نظری دارین نظر خودتون هم بفرمایید. من سوالو مطرح میکنم، منتظر دوستان هستم، بعد نظر خودم هم خدمت عرض میکنم. مرسی، سلام، شبتون بخیر. خیلی ممنونم از صحبت‌های خیلی مفیدی که آقای رایی داشتن. با توجه به اینکه حالا در مورد آزادی صحبت کردیم، در مورد حقوق شهروندان تا حدودی صحبت شد، اشاره به تعریف استقلال توی جامعه انجام شد، می‌خواستم نظر خود آقای رایی رو بدونم در مورد تعریف یک جامعه دموکراسی، در مورد دموکرات اگه ممکنه یکم توضیح بدیم، و اینکه یک جامعه چجوری میتونه بیشتر دموکرات باشه، چه معیارهایی میتونه داشته باشه و چقدر میتونه این کمک کنه به حالا جوامع یا حکومت. اگه حالا یه توضیح بدن ممنون میشم. بسیار عالی، ممنون. خب جناب رای، من هم در ادامه صحبت دوستان، البته سوال من همچنان برجا هست، سوال قبلی که عرض کردم خدمتتون، اما حالا باز چون یکم جلوتر رفتیم یه حالت دیگه ای در واقع این سوال رو مطرح میکنم. حالا با توجه به سوال قبلیتون هم دوباره تکرار کنیم، خواهش میکنم. الان میگم خدمتتون. من با توجه به مفهوم آزادی به معنای آزادی ذاتی، آنچه که با انسان در واقع آفریده شده، طبق همون چیزایی که صحبت کردیم، میخوام در واقع سوالم ببرم به این سمت که من به عنوان یک انسان آزادم و حق انتخاب دارم. حالا ما اگر بخوایم به موضوع فعلی کشورمون هم این قضیه رو ربط بدیم، حق انتخاب دارم و یا میخوام کار رو که دوست دارم انجام بدم. چون الان شما یه موضوع رو فرمودین در مورد اینکه تصمیم گیرنده خود انسان باشه، حالا با توجه به اون حق آزادی که داره، خب من اگر بخوام نسبت به این موضوع هر آنچه که میخوام انجام بدم، سوال قبلی این بود که آیا اون زور یا اون قدرت در واقع درش به هر حال نهفته هست، این
آزادی من باعث خواهد شد که زوری به افراد دیگری گفته بشه یا یه قدرتی به وجود بیاد، در واقع به این میخوام بپردازم. و توی شرایط فعلی، حالا من فکر کنم یه ذره اینجا بحث متفاوت تر میشه، توی شرایط فعلی الان اتفاقاتی که افتاده با توجه به یک ائتلافی که صورت گرفته، میخوام اینم از این بود بگم که آیا الان اینجا زوری در واقع به مردم اجحاف شده، در واقع از یک آزادی میدونین استفاده شده ولی از این طرف یه زوری وارد شده یا نه همچنان اون آزادی درستی که باید باشه برقرار هست؟ امیدوارم که سوالم درست پرسیدم. بله بله متوجه شدم، از خیلی هم خوب باز کردیم صحبتتونو و بنابراین سه باشنده عزیزی که صحبت کردیم با هم میتونیم یه گفتگوی مشترکی رو پیش ببریم در زمینایی یه جایی هم که شاخه خودشو داره. ببینید در دموکراسی یه سری خصیصه‌هایی داره دموکراسی. اولا دموکراسی یک استثناست بین سیستم‌های اداره کردن. اگر دموکراسی خوب رعایت بشه یعنی چی؟ یعنی دموکراسی رو اگر ما کامل تعریف بکنیم به معنی این هستش که انسان‌ها با همدیگه اداره می‌کنن. کسی بر کسی اداره‌ای نداره. پس تمام سیستم‌ها سیستم اداره کردن بر مردم هستن. دموکراسی اگه درست تعریف بشه به معنی اداره کردن جمعی هست. پس دموکراسی یعنی رابطه همدلی در سطح تمام یک کشور و رابطه های غیر دموکراتیک و یک سیستم غیر دموکراسی، یعنی سیستمی که در اون حالا اگر همدلی هم وجود داره تقابل ها هم وجود داره، یه دی بالاخره حکومت میکنن و یه دی هم بالاخره کارپذیر حکومت هستن. و موقعی که از حق داریم صحبت میکنیم داریم از کسانی رو صاحب حق صحبت میکنیم و کسانی رو مکلف صحبت میکنیم. میبینید به اینجا میرسه کار. ولی در دموکراسی صحبت داریم میکنیم از حقوق انسان، داریم صحبت میکنیم از توانایی انسان. میبخشید بنابراین اولین خصیصه دموکراسی اینه که من نمیتوانم در دموکراسی بگویم مردم نمیفهمند. دموکراسی بنا شده بر فهمیدن مردم، مردمی که ایراد دارن مثل همه جای دنیا اما توانا هستن مشکل خود رو حل کنن. چون انسان هستن، چون رابطه های دوستانه دارن، چون زیست رو در جامعه خود به صورت تاریخی یاد گرفتن، توانا هستن در اینکه مسائل خود رو حل کنن. پس اولین خصیصه دموکراسی بر توانایی مردم برده شده. بنابراین کسی میاد میگوید این بیشعوره، این بینفهمه، نمیدونم این مردم نمیدونم داره اشتباه میکنه، یه جایی رو داره یه جایی کار میلنگه، باید دیدون چیه، آیا از تجربه کرده به مردم میترسن یا از توطئه هایی که به ضرر مردم شده میترسن. و این تفکیک ها رو لازمه بگردیم پیدا کنیم کجاها مردم اشتباه دارن کجا اشتباه نکردن، میخوام به خورد مردم بدین که اشتباه کردن، کجا حساب رژیم رو به حساب مردم میذارن، کجا حساب مردم رو به حساب رژیم میذارن. و لازمه این نکته. بس اولین خصوصیت دموکراسی. دومی خصوصیت دموکراسی این هست که ما همه حقوق رو رعایت کنیم و در این حقوق رعایت این حقوق هستش که میتوانیم با هم اداره جمعی داشته باشیم. به معنی که حقوق بیان بیرون دیگه رابطه های تقابلی دیگه رابطه جمعی هست. بس در اینجا اون مسئله که خانم بیرژندی مطرح کردن که من اون چیزی که دلم میخواد انتخاب بکنیم، بس برمیگرده که همه انتخابای ما که درست نیست. پس آزادی میل و آزادی دلم میخواد آزادی غلطیه. آزادی درسته که من تصمیمی که میگیرم در تقابل با حق نباشه، در تایید حق باشه. هر تصمیمی که بگیرم با حق تطبیق داشته باشه برای هم است، تبعیضی نیست و من اینجا درست عمل کردم. مثال بزنم، من تصمیم میگیرم که با خواهر خودم که از من مثلا چند سال بزرگتر یا کوچکتره برابر باشم، اجازه ندم که یکی بیا به من بگه که نمیدونم تو چون برادری مثلا کمتر فکر بکن از خواهرت یا بیشتر چون بزرگتری و اینکه در ارث مثلا تو کمتر بیشتر بردار اون کم، این بازیارو میذارم کنار. من تصمیم گرفتم
که با خواهر خودم رابطه حقوقی داشته باشم، با برادر خودم رابطه حقوقی داشته باشم. خب در اینجا تصمیمی که من گرفتم به اداره جمعی کمک میکنه تو خانواده و به اداره جامعه کمک میکنه. دخالت نخریدم، خصومت نخریدم. پس بنابراین آزادی هست که حقوقی باشه. تصمیمی مستقل و آزاد هست که بیرون از حقوق نباشم. حقوق یه سیستم کاملا داخل این سیستم، که میگم داخل معنی نداره، یه سیستم بازه، که این سیستم باز تصمیم میگیره. به معنی که یکی از اون حقوق زیر پا بذارم، تمام حقوق زیر پا گذاشتم. مثال میزنم، من حق تصمیم دست خودمه، حق بهره‌وری از استعدادهام دست خودمه، حق ترمیم اشتباهم دست خودمه، حق دوستی و در صلح زندگی کردنم حق منه. حالا من اگر آمدم به عنوان یک مرد به یک شخص دیگه، به همسر خودم یا به فرزند خودم گفتم من تصمیم بگیرم، اینجا حق تصمیم رو پایمال کردم، حق دوستی رو هم پایمال کردم، چون ناراضیتی ایجاد کردم، تبعیض ایجاد کردم، حق بهره‌وری از استعداد رو هم پایمال کردم. چرا؟ به این علت که او لازم این استعدادهای خودش رو به کار بگیره تا رشد بکنه دیگه، من جلوشو گرفتم. و حق ترمیم به اشتباه، خب چون عمل نکرده اشتباه هم نکرده تا بخواد تصحیح بکنه، حق چهارم هم گرفتم. پس می‌بینی حقوق به هم ربط دارن، همه با هم سیستم کامل تشکیل میدن. همینطور ببینید حقوق دیگه رو، من این چهار تا رو مثال زدم چون اینا خیلی پایه‌ای هستن این چهار تا. پس بنابراین موقعی که تصمیم میگیریم، هر تصمیمی صحیح نیست، هر تصمیمی تصمیم آزاد نیست. تصمیم به محض اینکه بر مبنای اقتدار شخصی یا اقتدار جمعی باشه، قدرتمداران است، استقلال خود رو و استقلال دیگران رو زیر پا گذاشتم. منم که به خود اجازه دادم تصمیم میگیرم برتر باشم یا کارپذیر باشم، دیگری برتر باشه، برتری او رو بپذیرم. مثلا اخلاقو میام جایگزین میکنم با انضباط، که چون بزرگتره حالا غلط هم گفتی، حالا من چیزی نمیگم، یه اشتباس این کار، نه، همه انسان ها لیاقت دارن که نقد بشم، و از قضا موقعی که نقد میکنم دارم بهش احترام میذارم، موقعی که نقدش نمیکنم از جایگاه انسانی بردمش یه جایگاه دیگه و اونجا دارم نقدش میکنم. پس در دموکراسی لازمه رابطه شهروندی برقرار بشه، رابطه انسانهایی که هر کدومشون یک گوهرن و با هم دیگه گنج رو تشکیل میدن برقرار بشه، نه اینکه یکی برتر یکی پایینتر یکی. پس آزادی تعریف مشخص خودشو داره و همین یه تعریف هم داره، داشتن تمام حقوق، سیستم کامل غیر قابل انشقاقی شامل همه حقوق. تعریف های دیگه تعریف های ناقص از حق هستن و آزادی هستن. در این سیستم آزادی، منی که رعایت آزادی رو میکنم، منی که میخوام آزاد باقی بمانم، منی که میخوام مستقل بازی بمانم، در این وضعیت هستش که درست تصمیم میگیرم، و تصمیمی که میگیرم تبعیض درش نیست، تصمیمی که درش میگیرم پایداره، تصمیمی که درش میگیرم رشد در رشد میافزایه، و در این سیستم دینامیک رشد ایجاد میشه. ضریب رشد ها یک به علاوه یک میشه دوی به اضافه یه چیز دیگه. این یک قرقی وجود داره، اون قرقی وجود داره، این دوتا با هم یه قرق بیشتری رو ایجاد میکنن. پس دینامیک رشد سرعت میگیره، شتاب میگیره. پس بنابراین این آزادی مطلقی که میگوییم یه چیز ایدئال نیست که بگویم حالا چون این ایدئال هست میگذارمش کنار و یه جایی رعایتش میکنم، یه جایی فعلا من نسبی هم دیگه، یه جایی یه کاریش میکنم، نه. پس بنابراین هست که موقعی هم که اگه تصمیم غلطی گرفته میشه، نقد میشه، بررسی میشه، گفتگو میشه، و در این بررسی و گفتگو راه حل پیدا میشه، و این گونه رابطه اعتماد رو در جامعه بالا میبره. موقعی که در یک جامعه اعتماد ایجاد بشه، خرج ها میاد پایین. مثال بزنم، جامعه دانمارک در اونجا بازارهای روز وجود داره، جنس رو گذاشتن، یه ترازوی هم گذاشتن یا یه دونه دخلی هم گذاشتن، فروشنده هم نیست، مردم میان خریدشون رو میکنن، بذرش رو میکنن اونجا میذاره. این جامعه، جامعه‌ای که درش اعتماد بالا، چند درصد؟ 89% دانمارکی با هم اعتماد دارن. در جامعه
فراسه که بر زندگی میکنن میزان اعتماد انسان ها به هم دیگه حدود 35%، در امریکا 27%. تفاوت این جامعه ها چیه؟ اعتماد در اونجا بالاست، خرجا پایینه. مجبور نیستم یا معامله میخوام بکنم یه لشکر وکیل این ور یه لشکر وکیل اون، یه کاغذ برمیدارم امضا میکنم تموش شد، هر دو هم اعتماد داریم. ولی در اینجا من باید مواظب باشم که مواد اون سو استفاده کنه در اون جایی که اعتماد نیست. پس در این جور جامعه ها اصل بر رعایت حقوق هست، اصل بر این هست که اگر مثل دانمارک اگر همسایه من گوش نمیخواد من خوشبخت نیستم. اگر در جامعه دانمارک من یک فکری دارم که این فکر صحیحه، این ایداله، این جدا از واقعیت نیست. در از دانمارکی بپرسید ایدال از واقعیت جداست، میگن از ایرانی بپرسید میگه آره برو چه اوتوپی درست کرده برای خودش، چه آرمانی، چه ایدالی، چه مطلقی درست کرده برای خودش، نه این واقعیت ها تطبیق نداره. اما دانمارکی میدونه تطبیق داره. به قول ویکتور هوگوی فرانسوی، دانشمند فرانسوی، نویسنده بزرگ فرانسوی، معتقده که ایدئال امروز، ببخشید، ایدئال فردا، امروز واقعیت فرداست. اون چیزی رو که امروز من ایدئال میبینم فردا واقعیت خواهد شد. پس بنابراین ایدئال ها رو دیدن، حقوقی رو دیدن، این سیستم کامل رو دیدن، نشان میده که من میتوانم هی جلو برم و میتوانم این رو تحققش ببخشم. پس لازمه به یک نکته توجه بکنیم. برای تنظیم رفتارها، برای تنظیم اعمال، لازمه تنظیم فکری بکنیم. تنظیم فکر مقدم است بر تنظیم عمل و تنظیم رفتار. پس در یک جامعه دموکراتیک من میدانم که تطبیق با حقوق راحت هستش. کارهای خودم رو با حقوق تطبیق میدم. میخوام در این محله داروخانه بزنم. نگاه میکنم ببینم که تو این داروخانه، آخه تو این محله داروخانه قبل از من وجود داره؟ اگه وجود داره به اندازه کافی تأمین میکنه؟ خب دیگه نمیام به بغل نفش دکونش مغازه بزنم. شهرداری نمیاد به من پروانه بده. ولی در جایی که رشته میدم تو شهرداری، من اینجا داروخانه زدم 20 متری من اومده یکی داروخانه زده، یعنی شامده اونی که من دارم میخورم نصف کرده. تنظیم بین این کاسبی ها نیست، حساب کتاب دقیقی نیست، یا یه جایی بیشتر یه جایی کمتره، تمرکزهای قانونی ایجاد میکنم. خب این نشان دهنده است که فوقی فکر نکردیم دیگه، برنامه‌ریزی درست نکردیم دیگه. الان شنیدم مثلا داروخانه چرا میسازن تو تهران، شنیدم همه رفتن شمال شهر، از جنوب تهران رفتن شمال تهران. تعداد داروخانه تو جنوب تهران کم شد، تو شمال تهران زیاد شده. میزان احتیاج کجا بیشتر؟ تو هم جنوب تهران. برای چی؟ به این علت که در این جامعه آمدن این قاعده‌ای که امتیاز میدن به داروخانه برداشتن و بنابراین هر کی هر جلوش بخواد میتونه بزنه. جامعه جامعه حقوقی نیست. تنظیم حقوقی نیست. یا شما میتوانید در یک محله‌ای انواع اقسام احتیاجات رو بشینید برنامه‌ریزی کنید با هم دیگه بر اساس اون برنامه‌ریزی مشترک، بیاید چیکار کنیم محلی خودتون رو خودتون بسازید. مثال بزنم، یه مثالی در همین رابطه، در ایران خودمون بیش از 7 میلیون شغل داریم، در فرانسه که من زندگی میکنم 2 میلیون شغل داریم. چرا؟ به این علت که بعضی از شغل‌ها ترکیب شده در فرانسه، در ایران نشده دیگه. نوشابه فروش فقط نوشابه فروشی میکنه، حالا بغل این نوشابه فروشیش نخود نمیفروشه، لوبیا نمیفروشه. چرا؟ به این علت که در اینجا پراکندگی و هرج و مرجی به حال حاکمه. که خب یه قسمتش بنابراین در دموکراسی اینه، قسمت دیگه این هستش که این قاعده، حالا اونایی که به سکولاریسم اعتقاد دارن یا اونایی که به لایسیته مثل من اعتقاد دارن، بحث این هستش که کیا میتونن با کیا همکاری کنن، کیا لازمه که جدا باشه همکاریشون با هم دیگه. از نظر من هر نهاد قدرتی با هر نهاد قدرتی نمیتونه همکاری کنه، برای که دعوا میشه بینشون. هر نهاد آزادی با هر نهاد قدرتی هم نمیتونه همکاری کنن، برای که بازم دعوا میشه. هر نهاد آزادی با هر نهاد آزادی میتونن همکاری بکنن، برای اینکه رابطه حقوقی میتونن با هم برقرار کنن. پس جدایی نهادها یک به معنی این هستش که این نهادها سعی کنن رابطه حقوقی با هم برقرار کنن، دو این هستش که دخالت تو کار نهاد دیگه نکنن. چرا که این دخالت ها مجموعی از کارهای حقوقی و غیر
قدرتمداران است و یا کسی قدرتمداران است بخواد اون کی رو نابود کنه. دولت نباید بتونه در نهاد دینی دخالت کنه، نهاد دینی نباید بتونه در کار دولت دخالت کنه. نهاد ایدئولوژیک حزب مثلا کمونیست کارگری نباید دخالت بکنه کار دولت، دولت نباید دخالت بکنه کار این حزب دخالت. بس به معنی بی‌طرفی هست. بی‌طرفی یعنی چی؟ یعنی حقوقی. حقوق بر حقوق باقی ماندن بی‌طرفی است، برای که تبعیض نیست. به معنی کامل در زندگی باقی ماندن بی‌طرفم. بی‌طرفی به معنی این است که منزوی هستم، تکون نمی‌خورم. به معنی این هستش همواره برای حقوق هستم. چون بر حقوق مال همه است، پس همه در همین، برابر این طرفی در مقابل طرفی قرار نمی‌گیره. پس حقوقی باقی ماندن یعنی بی‌طرف باقی ماندن. پس بی‌طرفی حکم می‌کنه که ما بتوانیم در این جامعه بنیادهایی رو تشکیل بدیم که اینها سعی می‌کنن از درون خودشون رو دموکراتیزه بکنن، از درون رشد بکنن، از درون رشد آزادگونه داشته باشن، حقوقی داشته باشن و رقابت می‌کنن با بنیادهای دیگه برای اینکه اونها هم بتوانن با اینا رابطه داشته باشن. مثال می‌زنم، در یک جامعه سالم نهاد آموزش پرورش، مؤسسه آموزش پرورش خود میتوانه برنامه‌ریزی کنه برای آموزش فرزندان، اما لازم است بنیاد جامعه شناسانه، بنیاد روانشناسانه، بنیاد پدر مادرها، انجمن پدر مادرها، انجمن خود دانش آموزان، انجمن دانشجویان، اینا هم خودشون تو این برنامه‌ریزی شرکت کنن، نظر خودشونو بدن، جمع این نظرها با همدیگه جمع بندی بشه، جمع بندی به صورت اقنایی، یعنی که در گفتگو راه حل حقوقی پیدا میشه، حقوق موضوعه نوشته میشه بر اساس این حقوق ذاتی یا طبیعی، حقوق موضوعه نوشته میشه، توافق میشه، اینجا میشه اجراش کرد. اما به محض اینکه توافق نشه دیگه، اینکه یکی بیاد به عنوان دولت نمیدونم ضرورتی وجود دارد و نمیدونم فوریتی وجود دارد، اینا دیگه این بازی ها کنار میره. جامعه تصمیم میگیره، خود تصمیم گیرنده امور خود باشه، تصمیم میره که خود جامعه گرفته، مثلا در زمینه آموزش پرورش، مثلا در زمینه اداره مثلا مؤسسات ورزشی، مؤسسات نظامی و انواع اقسام دیگه. این رو بعد از اینکه خود جامعه تصمیم گرفت، در رسانه ها منتشر شد، گفتگو شد، اینو منتقل میکنه به دولت برای تصفیه. پس دولت مجریه، تصمیم گیرنده نیست، چرا که تصمیم قابل انتقال نیست. در دموکراسی های فعلی شکار میکنن، درسته که تصمیم قابل انتقال نیست، اما مردم به برنامه رأی میدن، نتیجه میشه که به برنامه هم اجرا نمیشه، شما با 4 سال 5 سال بمونید تا برنامه ها رو بتونید، تا بتوانید دوباره تغییر بدید. پس در دموکراسی یه اصل دیگه مطرح میشه، لازمه که رابطه دو طرفه بین مردم و نمایندگانشون باشه، نمایندگانی که مجری هم. پس در این رابطه دو طرفه من هرگاه برنامه رو زیر پا گذاشت بلافاصله خلعه، نه اینکه من منتظر باشم 4 سال دیگه خلعه بشه. پس بنابراین راحل دنبال راحل بی هم هستم، اگر آمدم نمایندگانی برنامه رو پیاده نکردم چه کار کنم در این جامعه؟ راحل های بی لازمه که به صورت جایگزین قبلش پیدا شده باشه، اون برنامه پیاده میشه، نسخه پیچی هایی که قبلا کردیم. یعنی مثلا به عنوان مثال میگوییم بازنشستگی رو جامعه قبول میکنه، از 60 سالگی مثلا ببره 62 سالگی، دولت میخواد زورکی بکنه 65 سالگی قابل اجرا نیست، در همین 62 سالگی میمونه. تا نسخه بش هم این هستش که فعلا مثلا تا 60 سالگی میدیم، تا اینکه تصمیم نهایی گرفته بشه، بیشتر از این نه. پس راه حل پیدا شد، راه حل بی هم پیدا شد. پس جامعه دموکراتیک جامعه‌ای نیست که در آن به طور غیر مترقبه براش مشکل مسئله پیش بیاد، پیش بینی ها رو کرده قبلش. این گونه نیستش که من ابتدا به ساکن در آن واحد بخوام تصمیم بگیرم، خراحل نیست در آن واحد. شما مثلا فکر کنید در یک محلی ناامنی وجود داره، خب من پی فکرشو نکردم ناامنی رو شروع کنم، خب یه دزدی میاد میزنه و منم راحل ندارم، حالا بخوام ابتدا به ساکن عمل بکنم در آن واحد عمل بکنم، راحل پیدا نکنم، راحل پیدا نکنم و مجبورشم که مثلا سینه سفر کنم برم جلو، اونم ممکنه چاقو داشته باشه، برم
پشت سرش دو سه نفر دیگه قائم بشه و چیزای غیر مد. بس جامعه دموکراتیک جامعه ایه که هم راه حل داره، راه حل ب رو داره، راه حل جایگزین رو داره و جامعه ایه که در اون قدرت تصمیم خود رو مرتب نگه می‌داره. و این جامعه ای که بنابر این لایسیته یا سکولاریسم رو نوعی ضعیف‌تر، فرق دموکراسی لایسیته با سکولاریسم اینه که در لایسیته جدایی نهادها اصلا مطرحه. در لایسیته شما می‌بینید ملکه انگلیس رئیس کلیساست، رعایت به اصطلاح رابطه حقوقی مطرحه، جایی هم قانون نیست، به صورت قانون در نمیاد بلکه یه نوع سنته، اما در لایسیته قانون شده. در لایسیته دولت نمیتونه تو کار نهاد دولتی دخالت بکنه، نهاد دینی دخالت بکنه، یا نهادهای حالا بعضی جا نهادهای مرامی مطرح دخالت کنه و به عکس. پس موقعی که در لایسیته داریم صحبت میکنیم از قانونمند شدن داریم صحبت میکنیم. حالا در این دموکراسی یه نکته دیگه ای رو که کسایی مثل من اعتقاد داریم لازمه رعایت کنیم، در دموکراسی ها همچنان تنبیه وجود داره. پس بنابراین موقعی که از حق داریم صحبت میکنیم، بعضی ها حق رو به معنی این میفهمند که قاعده ایست که نمیتوان اون رو زیر پا گذاشت، که اگر زیر پا بگذاری دولت تنبیه میکند. این گونه میفهمند حق رو. من این تعریف رو قبول ندارم. حق نمیتوانه تنبیه گونه باشه. شما نمیتوانید بگید من فلان کسی حال حقش برای اگه اجرا نکه تنبیش میکنم. حالا اومدیم و یک حقی رو زیر پا گذاشت که احتیاج به چیز نداره. دو وعده غذا مثلا حق مثال به حالا این جزمای کلیسا هست، البته حق غذا طرف میاد میگه من سه روز نمیخوام غذا بخورم. شما به تنبیش میکنی که چرا سه روز غذا نخوردی؟ مثلا میگه من بخواب لاغر شم. مثلا دیدی دیگه اینایی که ماکنن سالی دو هفته رو فقط نوشابه میخورن. حالا بعضیاشون خب من بیام اینو تنبیش بکنم که چرا غذا نخوردی، نوشابه خوردی برای اینکه میخوای لاغر بشی و فرم نگه داری. خب بس بنابراین به نظر من در دموکراسی ها لازمه که تنبیه با جبران و درمان جایگزین بشه. حالا خصوصیت دیگه دموکراسی چی هست؟ در خصوصیت دیگه دموکراسی ما میتوانیم با هم دیگه از درون دموکراتیزه بکنیم جامعه رو. یعنی در دموکراسی مردم هن که تغییر میکنن تا جامعه تغییر بکنه. از بالا کسی نمیاد میخواد تغییرشون بده، اون شدنی نیست. مثل آقای بوش نیستش که بگه من میخوام برم دموکراسی رو به زور توی عراق پیاده کنم. نه تنها به زور نتونست پیاده بکنه، بلکه جنگ رو تشکیل بهش هم گفته شد که شما میخوای بری با تروریسم مقابله بکنی به این صورتی که میری تشدید میکنی تروریسم. راش این نیست. نه رفت سیستم ارتش عراق رو نابود بکنی و بعد واسم شبه جنگ های نیمچرکی رو پارتیزانی رو ایجاد بکنی، این طرفور رو شدید میکنه. بعد مجبور به قول آقای دوویلپن نخست وزیر سابق فرانسه زمان آقای شیراک آمد گفتش که ما بودیم که داعش رو ایجاد کرد، برای اینکه میخواستیم با روسیه با شوروی بجنگیم، ببخشید القاعده رو ایجاد کردیم برای اینکه میخواستیم با شوروی بجنگیم در افغانستان. ما بودیم که با این داعش و اینا رو ایجاد کردیم برای اینکه میخواستیم تو منطقه تعادل رو به نفع خودمون ایجاد کنیم. باز نشد. پس میبینیم که از طریق جنگ و اینها و از طریق بالا نمیشه تزریق کرد دموکراسی. دموکراسی خود جامعه تغییر میکنه و در این تغییر به تدریجی که میکنه رشد میکنه. در درون خانواده رابطه دموکراتیزه میشه، در درون اداره میشه، در درون بخشهای مختلف جامعه میشه. پس حقوق مطلق، موقعی که صحبت میکنیم حقوق مطلق هم پایدارن، ثابتن و کهنه نشده، این هم منظور ما چی هست؟ ما برای تنظیم امور خودمون چند راه حل رو میشناسیم. یک، اصولی هستن ثابتن، اصول دیگر رو در رابطه با اونها میسنجیم. دو، هیچ اصولی ثابت نیست بلکه بین این نسبی ها بعضی رو اصل میکنیم و بقیه نسبی ها رو با این میسنجیم. سه، این هستش که اصلا تصمیمات استبدادگونه میگیریم، با چیزی هم نمیسنجیم. فعلا این ضرورت هست، این دمدمی مزاجی استبدادی هست. اون نوع اولش دموکراسی که
اصول ثابتی وجود دارن که با اونا میسازیم. این نوع دومش که نسبی ها رو بنا رولاتیویسمه، نسبی گراییه، اینم خودش نوع استبداده. به این علت که اون چیزی که من تشخیص میدم که ثابته، ثابت نی، اون چیزی که من ثابت میدم، سلاحی با اون بسنجیم میتونه ثابت نباشه. من تشخیص میدم که مثلا شرکت من لازم است که مثلا در این مملکت تمام مثلا طلاهای مملکت رو برداره، تبدیل به جواهر بکنه، نمیدونم تبدیل به انواع اقسام صنعتا بکنه. خب بعضی مدتی تناقض پیش میاد، در درگیری ها پیش میاد و بنابراین شدنی نیست، عملی شدنی نیست. حالا یه مثال خیلی حاد زدم، در موارد عادی هم همینطور. مثال بزن، پدری مثلا یه تصمیم من در خانواده اصله، من میگویم دختر من اگر با این پسر ازدواج بکنم خوب است، عشق و این وسط در نظر گرفته، در نظر نگرفته، تشخیص خود دختر رو در نظر نگرفته، اینکه آینده پسر چگونه میشه در نظرمت خانواده خودم اینو داشتم، همچین تصمیمی گرفتم. مردی رو که میخواستم با قول خودش مؤمن هستم به دخترش بدم، این از اون دائم الخمر در اومد. این آقا اون تصمیمی که بابا میخواست اجرا نشد، دخترم که دختری بابا باشه دست به خودکشی کرد، جوره خودکشی گرفتن. بابای بالاخره به چه نتیجه رسید که دفعه بعد دخترش که میخواد ازدواج بکنه خودش تصمیم بگیره، دفعه بعد دخترم بلد نبود تصمیم بگیره، دوباره پیدا دیگه. میخوام به شما بگم که پیچیدگی‌ها رو خودمون با این رابطه ایجاد میکنیم. پس لازم حقوق رو مطلق ثابت پایدار بدونیم، اعمال خودمون رو با اون بسنجیم و بر مبنای اون حقوق ثابت و پایدار و ثابت طبیعی حقوق موضوعه بنویسیم. حالا یه بحثی هستش که میگن با انقلاب فرانسه حقوق موضوعه مطرح شد. میدونید که انقلاب فرانسه و امریکا نزدیک به هم از نظر زمانی ایجاد شد. این حالا درست یا غلط، راه حل این است که حقوقی ثابتن، اون حقوق ثابت شناخته شدن، چگونه شناسایی میشن، سیه کسیه دارن. حالا در جلسه دیگه این رو بررسی خواهیم کرد. اما اون چیزی که مطرحه اینه که ما داریم از خصیصه‌های آزادی صحبت میکنیم که در رابطه با در و استقلال صحبت میکنیم که اینا همش در رابطه با همین جامعه دموکراتیک است. استقلال برخورداری از دیسکور، گفتمان استقلال از به عنوان معیار. پس موقعی که من دارم مستقل هستم، دارم یک اندیشه راهنمایی که میتونم اونو پایه اساس قرار بدم، با اون امور خودم رو تنظیم کنم هست، و آزادی روش کردن چنین گفتمانی، چنین دیسکوری هست و خرافه زدایی و غیر عقلانی زدایی است. استقلال از سر به در کردن خود رهبر و رئیس بینی و خود مادون بینی و خود مرعوس بینیه، و آزادی خود خیشتن رو رهبری کردنه. استقلال فعال کردن استعدادها در آفرینندگیه، در جستن دانشه. آزادی به کار بردن دانش در آفرینندگی، به کار بردن ترکیب دانش و فن با حق هستش. استقلال شناسایی برابری انسان‌ها در داشتن استعداد رهبری هستش و همه استعدادها و فضل‌ها به مثابه یک مجموعه، و انتقال ناپذیری چنین مجموعی هست. و آزادی برابر شناختن همگان در بکار بردن چنین مجموعی هستش. پس استقلال من شناسایی برابری همه انسان‌ها هست که همشون استعداد رهبری رو دارن، همه استعدادها و فضلهای مساوی دارن و همه میتوانن اداره کنن خودشون رو، و آزادی هم به رسمیت شناختن این هستش. استقلال جدایی ناپذیری حقوق حقوقی انسان از امکانات اجتماعی و طبیعی هستش. پس من زمانی مستقلم که امکانات اجتماعی طبیعی رو برای همه بخوام، و این نمیتوان از حقوق انسان جدا باشه. به کار بردن امکانها و آزادی به کار بردن امکانها در رشد انسان و آبادانی طبیعته. پس در اینجا دارم یه تعریفی از رشد میدم که با تعریفهای رایج از رشد تطبیق نداره. رشد رو انسان میکنه نه مؤسسه. پس رشد انسان و آبادانی طبیعت هستش که برای برنامه‌ریزی لازمه، نه رشدی شرکت. شرکت وسیله‌ای است، دستگاهی است در خدمت انسان، برای رشد انسان.
نه اینکه رو اینطوری کره زمین روز به روز داره ثروتمندتر میشیم، اما پولها هی داره باد میکنه، کجا میره؟ تو جزایر مالیاتی، سوئیس و نمیدونم لوکزامبورگ و انگلستان و موناکو و جای دیگه. این پولا گم شدن؟ نه، اما پنهان شدن. پس بنابراین من نمیتونم جلوی بگم که من همونقدری باید کار کنم که مثل سابق کار میکردم. انسان رفاه پیدا کرده و روز به روز از میزان کارش باید کم بشه، اما این سرمایه‌ها نمیذارن. در جنگ جهانی دوم، قبل از جنگ جهانی دوم، بعد از جنگ جهانی اول، سهم سرمایه از قیمت پایانی محصول 30% بود. بعد از جنگ جهانی دوم قیمت سهم سرمایه از قیمت پایانی محصول، مثلا فکر کنید یه دونه استکان رو شما میساز 5 و 5 مثلا می‌خرید، 50% بعد از جنگ جهانی اول شد مال سرمایه، یعنی 2.5 مقاش مال سرمایه بود. الان 70% مال سرمایه است، به طور نسبی در اروپا دارم میگم، اروپا و امریکا. 30% مال کار و نمیدونم مالیات و همین هاستش. پس بنابراین لازمه که با توجه به این مسئله داشته باشیم که رشد انسان و طبیعت انسان رو موقع که فراموش میکنیم، انواع اصلا منافع پیش میاد، تعارض منافع پیش میاد و سرعت میگیره ثروتمند شدن و کند میشه غنی شدن و روزمره زندگی کردن. غنی ها روز به روز تعدادشون کم میشه، مولتی ثروتمند ها، مولتی میلیاردر ها روز به روز زیاد میشن و به جایی رسیدیم که 1% رو کره زمین، بیش از 50% کره زمین رو در سرمایه کره زمین رو داره. پس به یک نکته در اینجا، نکته بعدی که توجه کنیم، استقلال جدایی ناپذیری حقوندی انسان از امکانات اجتماعی و طبیعی هست و آزادی به کار بردن امکانها در رشد انسان و آدانی طبیعت هست که گفتم. استقلال جریان بدون سانسور اندیشه ها، دانش ها، هنرها، فنها، داده ها و اطلاعات هست و آزادی اظهار خود انگیخته اندیشه ها، اطلاعات و شرکت در نقد کردن هستش. از موقعی دارم نقد میکنم، دارم آزادی رو رعایت میکنم، دارم آزادی خود و آزادی طرف مقابل رو رعایت میکنم. نقد به معنی تشخیص صریح از ناصره است، نه اینکه انگ زدن. موقعی که نقد دارم میکنم، نظر رو بررسی میکنم، نه شخص رو. ترور شخصیت نمیکنم، موضوع رو دارم بررسی میکنم. استقلال یگانگی حق و تکلیف است، حق و مسئولیت هست. پس موقعی که میگویم من مستقلم، یعنی که هم حقوقی دارم و تکلیف من جز رعایت همین حقوق چیز دیگه نیست. تکلیف تراشه های خارج حقوق بی‌معنیست. آزادی رهایی از تکلیف هایی هستش که عمل به حق نیستن. هر تکلیف رو عمل به حقی دانستن میشه آزادی. استقلال حداقل دارای 3 جاذبه است و آزادی نیز حداقل دارای 3 جاذبه است. استقلال دست کم 3 جانبه است. یکی مستقل ها که جذب یکدیگر میشن، دومی جمع شدن داشته های آنها و سوم سرمایه ها که ایجاد میشوند به نیروهای معرکه رو به خود جذب میکنند. آزادی نیز 3 جاذبه داره. دست کم 3 تا جاذبه است. یکی آزادی هایی که فراخنای یکدیگر میشن، دومی ارتقای کیفیت یافته های آزادی هستند و سومی همسو شدن فعالیت ها، در به کار انداختن سرمایه ها و دیگر نیروهای محرکه برای تحقق بخشیدن به هدف مشترک هستند. بنا رو بر این گذاشتم که برنامه ضبط میشه، اونایی که دوست دارن این خصیصه ها رو روش کار بکنن بتونن از رویش ضبط شده گوش کنن و بنابراین تکرار نمی کنم که وقت زیادی رو نگیرم. استقلال خود اتکایی است و آزادی خود فعال بینی انسان متکی به خوده، بینی روی امید خودشه، شادی و شجاعت خودشه، بر انگیزنده های همانند خودشونه.
استقلال اندازه سنجش تولیده. پس استقلال همون یکی از حسای استقلال همین اندازه سنجیه و آزادی اندازه سنج مصرف رها کننده از جبرهاست، جبرهایی که الان داریم. وفور مصرف لازمه داشته باشیم تا بتونن کارخانه ها باشن، رشد اقتصادی داشته. این جبره ربطی به اندازه سنجی ها نداره. یا منابع طبیعی باید به وفور استفاده بشن تا بتوانیم الان به جایی رسیدیم که هم طبیعت داریم نابود میکنیم، محیط زیست داریم نابود میکنیم، هم انرژی ها رو داریم نابود میکنیم، هم جامعه انسانی رو داریم نابود میکنیم و هم به جایی رسیدیم که دولت ها رو هم دیگه خصوصی کردیم، تحمل جمع رو هم دیگه از بین بردیم. لیبرالیسم تبدیل شده به نئولیبرالیسم، دیگه جمع تحمل نمیتونه بکنه. تحقیق آکادمیک دیگه نمیتونه تحمل. جریان کرونا دیدیم و همینطور میبینیم تحقیقات داخل مؤسسات داروسازی جایگزین تحقیقات آکادمیک دانشگاهی شدن، به این علت که در سیستمی قرار داریم که دیگه در اون جمع هر جا که با منافع تطبیق نداره قابل تحمل نیست و بنابراین لازمه جایگزین مناسب خودش پیدا بکنه. و استقلال خود تکافویی در این همانی با خود تکافویی حقوقی هستش، با مطلق حقوق هستش. و آزادی گزینش انسان خود تکافو هستش. پس انسانی که خود تصمیم میگیره، خود تلاش میکنه، خود اما به معنی اندیویدوالیسم بریده از روابط اجتماعی نیست، عدالت اجتماعی نیست. در آزادی این گونه نیستش که من بگویم چون این شخص خود میتوانه، خودش باید خودش رو رعایت بکنه، اون آزادی شخصی که لیبرالیسم هست رو ادامه بدم. نه، انسانی که ضعیفه، انسانی که میتوانه لازم ضعف او رو برطرف کنه، حتی ممکنه خودش نتوانه ضعف خود رو بیان کنه. یعنی در اینجا لازم میشه که انسان هم مسائل خودش رو هم بکنه، هم توجه کنه که جایی آیا کسی هست که دچار این مرض ضعف به حدی هست که نمیتونه حتی مسائل خودش رو حل بکنه. و در اینجا به عنوان مثال دو تا خواهری توی فرانسه توی خونه خودشون از گشنگی مردن. همسایه ها حتی نفهمیدن رو گشتن، سوال بعد فهمید، سعی کردن از خجالت حتی نمیرفتن، نمیگفتن تکه نون به ما بدید. لازمه که الان یه مثال حاده، خیلی مسائل ضعیف‌تر هم وجود داره که لازمه که انسان ها هم یار هم دیگه باشن. و تاثیرهای دیگه هم هستش که چون دست خانم بیژندی بالاست میام پایین اگه فرصت شد ادامه میدم. بفرمایید خانم بیژندی. ممنونم جناب آقای‌رایی. من فقط خواستم عرض کنم که کم کم داریم به پایان جلسه نزدیک میشیم. اولین که خواهش که دارم ازتون این که به جمع‌بندی برسیم لطفاً، و حالا یه زمانی هم داشته باشیم برای آقای سنگری که تمایل داشتن که نظرشون رو راجع به سوالی هم که مطرح کردن با ما به اشتراک بذارن. آقای سنگری اگه میخواد نظرشون رو بفرمان گوش میکنم. بفرمایید. بله بفرمایید جناب سنگری. خب وقت بخیر مجدد دارم. خیلی تشکر میکنم از آقای رایی که خیلی شفاف در واقع آزادی، معنی آزادی و استقرار آزادی رو در واقع در یک بیان خیلی شفاف، آزادی تفاهم متقابله در واقع. خیلی ممنونم جناب رایی بابت این توضیحات مفصلتون و اینکه این آزادی و تفاهم و عرض کنم میتونه شامل تفاهم در خصوص آزادی‌های سیاسی باشه، اجتماعی و حقوقی باشه. و اینکه به نظر بنده آگاهی رسانی در این خصوص هنوز تو جامعه ما به بستر لازم خودش نرسید. همین رو می‌خواستم عرض کنم و تشکر کنم از بیانات و توضیحات خوب آقای رایی. من می‌تونم خواهش کنم. خیلی ممنون، لطفتون زیاد. زندگی در واقع ترکیبی هست از شادی، از امید و آزادی. انسان همواره میتونه هم شاد باقی بمانه هم امیدوار باقی بمانه. به قول درویش‌های ایران میگن که بزرگترین گناه ناامیدی است.
جامعه توانشو داره که تغییر بکنه، ضعف ها رو داره، میتونه ضعف ها رو نقد بکنه و استمرار در خواست هم مهمه. یعنی اگر ما بخوایم تلاش هم بکنیم این استمرار رو نداشته باشیم و این در مواردی حتی صبر ایوب نداشته باشیم، میتوانیم آن چیز رو که میتوانستیم به دست بیاریم به علت که نصف کار ول کردیم رها کنیم. یعنی دارم به یک ضعف ما ایرانی ها اشاره میکنم که ما نصف کار ول کن موقعیت ها بودیم تو این قرن اخیر. بارها شروع کردیم نصف ول کردیم و تجربه رو تا آخرش پی نگرفتیم. ملت هایی بودن یک بار تجربه کردن، تجربه خود رو پی گرفتن و نتیجه گرفتن. ما هر دفعه نصف نصف ول کردیم. دقیقه 90 هستیم، وامیسیم دقیقه 90 عمل کنیم. حالا از اینها، از این خاصیت ضعف های خودمون که بگذاریم، خصوصیات بسیار مثبتی هم داریم که این ترکیب شده با بعضی از شبه خوب ها. ما در موارد زیادی همزیستی مسالمت آمیز رو جایگزین صلح کردیم، برای اینکه مبادا دعوا بشه وارد نقد و بررسی ها یا در گفتگوها نمیشیم. تک گویه ها رو جایگزین گفتگوها میکنیم. یعنی از ترس اینکه مبادا امشب من با پدر خودم که دارم صحبت میکنم حالا یه تشنج ایجاد بشه، ترجیح میدم با پدر خودم جلوی تلویزیون بشم یه فوتبال ببینم، بعد مثلا اظهار نظر بکنیم در مورد فوتبال. این کارها موجب میشه که ما گفتگوی دموکراتیک ما به اندازه کافی روش نمی کنه. این همزیستی مسالمت آمیزا یک نوع مصلحت طلبی های انضباط گونه است و بنابراین لازمه که در زندگی مشترک تو اندیشیدن به همدیگه تا جایی که میتونیم کمک کنیم و در توانایی خود تکیه کنیم. نقد که میکنیم، نقد رو به معنی دشمنی نگیریم، نقد رو به معنی فکر مشترک کمک کردن به همدیگه بگیریم و خوشحال بشیم از اینکه داریم نقد میشیم. این تغییر رفتار ما در اینجا لازم است که انجام بگیره. یعنی مثال بزنم چرا از رفتار میگم. در هلند یکی از کشورهایی است که بر روی رفتار اجتماعی کار کرد. هلندی ها مثلا در جلوی رستورانشون مثلا می نوشتن که ورود خارجی و سگ ممنوع، مثلا همچی چیزایی که تو ایران خودمون انگلیس ها در جنوب داشتن اونا هم داشتن. بعد متوجه شدن که رفتاراشون اشکالایی داره و این اشکالها مشکلاتی رو پیش میاره و بنابراین آمدم کار کردم روی این رفتارها. و حدود 10 سال پیش موقع که از اروپایی ها پرسیدم که بین این اروپایی ها کدوم کشور رو، رفتار کدوم مردم رو ترجیح میدین، اولین کشور رو هلند دونستن خود اروپایی ها، دومیش رو آلمانی که دوران هیتلر و نازیسم رو داشته بودش، 16 کشور فرانسه بوده به علت این که رفتارهای فرانسوی ها رو دچار ایرادهایی دیدن خود اروپایی ها. پس نشان میده که میتوان بر روی رفتار کار کرد. حالا بر روی اخلاق یک کار طولانی است، اما بر روی رفتار میشه کار کرد و رفتارهای مشترک ایجاد کرد، گفتگوهای دموکراتیک رو یاد گرفت، در رابطه ها با همدیگه برنامه ریزی کرد که مثلا حالا اگر در این زمین ها ما نمیتوانیم با هم کار مشترک بکنیم، در زمین های این زمینه ها میتوانیم. الان میبینیم دیگه در زمینه های اکیپ های ورزشی جمعی ایرانی ها موفقیت پیدا میکنه، نه تنها فردی پیدا میکنن. بس میشه، لازمه که این سوفولوژی، کارهای رفتاری اینها انجام بشه، این کارهای تنظیم رابطه ها انجام بشه، هوش عاطفی رابطه لازمه روش کار بشه. این هوش عاطفی رو من چند بار در این برنامه بهش اشاره کردم، اینجا به عنوان جمع‌بندی صحبت‌های خودم آخرش میگویم منظورم از این جمع‌بندی هست. پس با هم صحبت کردیم که استقلال از آزادی جدا نیست، با هم صحبت کردیم که قدرت یک دینامیک خودشو داره، میتوان اراده کرد اما نمیتوان کنترلش کرد،
خواسته های خودشو داره، دینامیک خودشو داره و بنابرای محصی که قدرت انتخاب کردیم نمیتونیم به اندازه انتخاب کنیم. رفتیم توش. قدرت ضریب تخریبش بزرگتر از ضریب دیگر تخریبی هستش. آزادی هم خواسته های مختلفش رو گفتیم. حالا چند خواسته دیگه هم بود دیگه وقت نمیشه امشب براتون بگم. و بنابراین به این نتیجه رسیدیم که جامعه دموکراتیک جامعه است که در اون حقوق رو رعایت میکنه، استقلال در تصمیم گرفتن خودش رعایت میکنه، آزادی در نوع تصمیم گرفتن خودش رعایت میکنه، لایسیته حالا یا سکولاریسم رو رعایت میکنه، نهادها رو سعی میکنه که دموکراتیزه بکنه از درون و سعی میکنه که با همدیگه عقل جمعی ایجاد کنن. از با دموکراتیزه کردن نهادها از داخل خانواده و همچنین در کنار این سعی میکنه خود رو از یک نهاد قدرت در بیاره و دموکراتیزه بکنه خودشو. این کوچه گونه است از طریق همین هوش عاطفی که الان میخوام توضیح بدم. انسان 6 هیجان داره: ترس، بیزاری، حیرت، افسردگی، خشم و شعف. این هیجان‌های شیشگانه انسان قابل جهت دادن هم. اما قابل صرف نظر کردن نیستن. حالا شما ترس نداشته باشین، ترس رو بخواین سرکوب کنین، حالا من یه طبقه دو هست و طبقه دو خب میتونم خودم بیا پرت کنم پایین دیگه، انگیزه ای ندارم که. خوشم میاد که مثلا پایین دریا هست خب بنازم خودم از این بالا بخواهم میفتم میمیرم. پس نشان میده که هیجان ها قابل صرف نظر کردن نیستن. این رو یک محقق بزرگ پرتغالی اینو نشون داد که هیجان ها همواره وجود دارن اما می توانید جهتش رو تغییر بدید. به این میگن این تغییر جهت این هوش ها رو، هیجان ها رو به طرف یک احساسات تنظیم شده بهش میگن هوش استراتژیک یا هوش عاطفی. پس لازمه که ما بر روی هیجان های خود کار کنیم و این را رو احساساتی که پیدا میکنیم، این احساسات احساساتی باشه که در نسبت به اون هدف استراتژی مناسب باشه. مثلا ترس. من میدانم که موقعی که فعالیت اجتماعی میکنم کشته خواهم داد، این رژیم خواهد کشت، اما به محض اینکه از فعالیت اجتماعی خودم بکاهم، خونه نشین بشم، رژیم بیشتر خواهد کشت. سال 88 در جریان جنبش 180 خوردی کشته داد. بعد از اون تعداد اعدام ها در چند سال آینده 500 تا شد و بعد همینطور ادامه پیدا کرد تا همین الان. پس من میدانم که ترس انگیزه من در هر فعالیت اجتماعی من نمیتوانه باشه، اما میتوانم تا جایی که میتونم از خودم محافظت کنم، اما تا جایی که میتوانم همیاری بطلبم، تا جایی که میتوانم به صورت گروهی عمل کنم. مثال بزنم، من میخوام برم تو خیابان، بعضی از محله ها مثلا در پاریس خطرناکه، حالا زن یا مرد، دزدی هست، نمیدونم انواع اقسام آزارهای جنسی هست، نمیدونم این چیزا. اینجا لازمه که اگر میرم در اینجا مثلا میخوام به دیسکوتک برم یا مثلا میخوام برم در یک پیانو باری یا برم یه رستورانی غذا بخوام یا انواع اقسام فعالیت های سالم اجتماعی، چیکار کنم؟ به صورت گروهی، به صورت باندی برم. پس میتوانم ترس خودم رو با این گروهی که ایجاد کردم، گروه دوستانی که ایجاد کردم، این باند دوستانی که ایجاد کردم چیکار کنم؟ کنترلش کنم، میگم کنترلش کنم، به اندازش کنم. یعنی من حالا دیگه میرم میدونم میتونم دوستم حساب کنم، برای که او هم رو من میتونه حساب کنه. پس در اینجا من این ترسی رو که میتوانست فلش بکنه جلوش رو گرفتم و اومدم بهش جهت دادم. دیگه بیشتر از این سرتون درد نمیارم. اگر دوستان صحبتی دارین بفرمایین، بلا دیگه تا دفعه آینده. خیلی ممنون که گوش میکنید و حوصله میکنید به این بحثا که گاهی اوقات بعضیش آکادمیک، زیاد خشک و جایی هم رابطه تنگ و تنگ برقرار میشه، گوش میکنید. مرسی. بسیار عالی جناب رایی گرامی، خسته نباشید میگم خدمتتون.
دوستان گرامی، اگر که تمایل دارید که نظرتون رو با ما به اشتراک بذارید، میشنویم شما عزیزان رو. و در غیر این صورت میتونیم جلسه امروز رو به پایان برسونیم. مجددا تشکر میکنم جناب رایی. موضوع جلسه امروز ما قدرت و آزادی بود که در خدمت جناب رایی بودیم. دوستانی که در جای این برنامه ما رو کمک کردن، مسئول ضبط صدا جناب آقای سنگری و همچنین ادمین این برنامه آقای حسن حمزه‌زاده هستند. من هم سمانه بیرجلی هستم که در خدمتتون بودم. جلسه امروز رو در ساعت 19:55 دقیقه به وقت اروپای مرکزی در 24 اسفند 1401 برابر با 15 مارس 2023 به پایان میرسونیم. خسته نباشید میگم خدمت همه شما عزیزان و براتون روزگار خوشی رو آرزو مندم. خدا نگهدارتون. شب شما خوش و با امید.